سلام خدا، عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه رفقای گل، دختر خانمای عزیز، آقا پسرای عزیز. امیدوارم هر کجا که هستین حال و حالتون ردیف باشه. آقا پسرا و دختر خانمای مدرسه نگرش، آقا پسرا و دختر خانمای مجموعه تاملند، امیدوارم هر کجا که هستین حالتون خوب باشه، کنار خانواده‌های عزیزتون صحیح و سلامت باشین. خیلی خوشحالم از این جهت که یک کلاس خیلی خوب رو ایشالله به امید خدا در کنار هم در طی امسال خواهیم داشت. در مورد روند کلاس، در مورد طرح درس، در مورد اون چیزی که ازتون انتظار داریم مشخصا صحبت میکنیم با اتون. بنده مهدوی هستم، با افتخار دبیر شیمی امسالتون. عرض به حضور گلتون که خودم فارغ التحصیل علامه‌علیه که تهران هستم، رشته تحصیلی دانشگاهیم هم داروسازی بوده و باز هم تاکید میکنم با افتخار امسال در خدمت مجموعه نگرش و تاملند هستیم. امیدوارم که بتونیم در کنار شما یک در واقع آموزش فوق العاده خوب و کامل ببینیم روی در واقع شیمی دهمتون. عرض به حضور گلتون که خب روند کلاس و اینا مشخصا مثل هر کلاسی باید جلسه اول بحث بشه رفقای گل من، ولی شاید مهمترین چیزی که من توصیه‌ام همیشه به بچه‌ها تو کلاس آنلاین هستش اینه که خودتون باید خودتون رو مدیریت کنید در طول کلاس. این صحبت رو هر جلسه از من میشنوید که یک تونلی رفقای گلم بین من و خودتون در نظر بگیرید در طول 75 دقیقه یک ساعت و ربعی که هر زنگ کنار هم دیگه هستیم. رفقای گل من، این تونله بین من و شما برقراره، هیچ چیزی در واقع حواس شما رو نباید پرت بکنه. با تمام تمرکز به من دقت بکنید، به حرفایی که میزنم، و از طرف دیگه غیر این تونله منم قول میدم به شما که چیزی جز شما و یاد گرفتن شما حواسامو پرت نکنه. از طرف دیگه داستان دیگه ای که داریم بحث اینه که خب شما چجوری میتونید تمرکزتون رو در طی کلاس آنلاین بالا ببرید. مطمئنن بهترین کار و در واقع مطمئن‌ترین شیوهی که شما میتونید تمرکزتون رو تو کلاس آنلاین بچه ها حفظ بکنید نوشتنتونه. اصلا در واقع حالا شاید امروز جلسه اول بوده جزوه رو ندارین، خواهشم ازتون اینه که حتما جزوه کلاس همراهتون باشه، حتما پرینتش بگیرین، جزوه کلاس رو داشته باشین. عرض به حضور گلتون که اون چیزی که مطمئنن میتونه به حفظ تمرکز شما کمک کنه رفقای گل من بحث نوشتنتونه. یعنی اگر میخواید ببینید که واقعا به عنوان یک معیار ته کلاسمون شما چقدر استفاده کردید از کلاس، چقدر یاد گرفتین، بچه‌ها واقعا با نوشته هایی که تو جزوه‌تون آخر زنگ در واقع ارتباط مستقیم داره. پس همین الان، همین امروز هم اگر در واقع جزوه رو پرینت نگرفتین، در واقع من یه چند ثانیه فرصت میدم، قلم و خودکار و دفتر حتما کنار دستتون باشه، نکاتی که گفته میشه یادداشت کنین که حالا تا امروز فردا که جزوه رو پرینت گرفتین در واقع بتونید وارد جزوه بکنید. عرض به حضور گلتون که بچه ها روند کلاس ما روند کلاس کنکور خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی تمام اون چیزی که یک دانش آموزی که حتی کنکور 1401، یعنی بچه‌هایی که دو سال از شما بزرگترن، میخوان شرکت بکنن، از شیمی دهم باید یاد بگیرن، به شما یاد داده خواهد شد. هیچ دغدغه و نگرانی نداشته باشید. متن کتاب درسی، تمرینات کتاب درسی، تست های کنکور سالهای اخیر تماما با شما کار میشه. من این اطمینان رو بهتون میدم که اگر با روند کلاس ما بیای جلو، واقعا بچه ها این حرفم رو خیلی محکم و خیلی مطمئن بهتون میگم، اگر با کلاس خوب بیای جلو، کاری که ازتون خواسته میشه، تکلیفی که ازتون خواسته میشه رو انجام بدید، این اطمینان رو به یکی یک شماها میدم که مطمئنن وقتی سال کنکورتون هست، صرفا یه مرور ساده اگر روشی میدهم داشته باشید، میتونید خیلی در واقع یه تایم خیلی خوبی واسه خودتون در واقع ذخیره بکنید، سیف کنید. همین چیزی که حالا تبلیغ کلاس‌های ما هستش، میگیم آقا با شرکت تو کلاس‌های پایه پسنداز کنکورتون رو انجام بدید. بچه‌ها این پسندازه، پسنداز وقت شماست. ارزشمندترین دارایی کسی که میخواد کنکور بده بچه‌ها وقتشه. من این اطمینان رو بهتون میدم در طول سال با روند خوبی که کلاسمون مطمئنن خواهد داشت به امید خدا، در سال کنکور شما فقط نیاز باشه یه مرور خیلی ساده رو شیمی دهمتون انجام بدین که در واقع خیالتون از این نظر راحت باشه. روند کلاسمون به این صورته که خب در طول کلاس اگر سوالی دارین تو چت کلاس مطرح میکنید. من هر چند دقیقه یک بار حالا میرم چت ها رو میبینم، سوالاتی که دارین رو همینجا در طول کلاس پاسخ میدم.
اما به هیچ عنوان خب ما شرایط رو درک میکنیم، ممکنه یه موقع برقی قطع بشه، نتی قطع بشه، به هر علتی اگر بخشی از کلاس رو از دست دادین هیچ نگران نباشین، یا اگر از تکلیفاتون سوال داشتین من همین اول کلاس بهتون بگم بچه ها رفع اشکال در طول هفته شما توسط خود بنده برقراره. شعب جان همین الان برادر شما رو واتساپ ما رو بزن واسه بچه ها 0902. بچه ها سوالاتتون رو در واتساپ مطرح میکنید، از اون سوالی که دارین عکس واسه بنده میفرستین، حالا با وایس یا با متن اون مورد یا مسئله که براتون سواله رو مطرح بکنید. من نهایتاً حالا این کار رو من در تمام کلاس ها انجام دادم، شمایی که دهمید یازدهم و کنکوری ها، تا 48 ساعت بعد بنده پاسختون رو خواهم داد. ما 11-12 شب شروع میکنیم جواب سوالات و رفع اشکالا رو دادن تا پاسی از شب. پس نگران به هیچ عنوان نباشید، از هر کتاب تستی، از هر جزوه، هر جایی سوال داشتین مشخصا میتونید بپرسین. داداش شماره ما رو ندیش ها، واقعا من رفیقت نیستم، چرا حفظ نیستی شماره منو؟ 0902 6343 725. اوکیه، پس من همین اول کار بهتون بگم دغدغه رفع اشکالتون رو به هیچ عنوان نداشته باشین، چه از بحث تکلیفاتون چه از جزوم. عرض به حضور گلتون که خواهشی که من از شما دارم اینه که حتما کلاس رو آنلاین ببینید. ببینید بچه ها، تجربه من خودم تجربه خب دانش آموز آنلاین بودن نداشتم، ولی خب اجازه بدین که تجربه دوستان کنکوری 1400 شما رو بهتون بگم. حالا شما شاید خیلی اون اهمیت وقت و اینا رو ندونید، چون سالهای قبل حالا هر با هر فرمتی هم که درس‌ها رو خوندید حالا گذشته. تجربه دوستان گل کنکوری 1400 به خدا قسم از اونی که از کنکورش راضی بوده تا اونی که ناراضی بوده همه‌شون این مشکل داشتن. ما خورده واسمون سخت بود مدیریت کردن آفلاین دیدن کلاس ها. بچه ها تا حد امکان، یعنی تا زمانی که واقعا یه مشکل خیلی عجیب و غریب واسه تون اتفاق نیفتاده، حتما کلاس ها رو آنلاین ببینید. حتما واسه بنده مهمه، لیست کلاس رو من میبینم بر اساس این که اگر ببینیم یه دانش آموزی واقعا داره کلاس های آنلاین رو شرکت نمی کنه، قطعا علتش رو ازش خواهیم پرسید و حتما پیگیری این قضیه رو خود بنده انجام میدم. پس خواهشم ازتون اینه که روند کلاستون این باشه، مقید باشید. ببینید بچه ها مثل کلاس مدرسه‌تون، یعنی تو اون فضای خونه حتما یه جای مشخصی داشته باشید. بچه ها اینا واقعا اهمیت داره ها. حالا شما وارد تازه مقطع دوم دبیرستان شدید، دوره دوم دبیرستان شدید، شاید لازم باشه اینا رو حتما بهتون بگم. من حتما جای مشخصی رفقای گل من داشته باشید واسه درس خوندن. حتما در واقع یه خورده اون محیط پیرامونیتون رو منظم کنید، یه رو 20 دقیقه قبل از کلاس حی و حاضر، یعنی در واقع همون جوری که من مثل کلاس مدرسه نیم ساعت قبل از شروع کلاس میام فضای استودیو رو میبینم، جزوه‌مون رو چک میکنم، همه چیز رو سعی میکنم در واقع منظم بره جلو. از شما هم خواهشم اینه که شما هم این تلاش رو خودتون تو منزل داشته باشید. عرض به حضور گلتون که روند کلاس ما عرض کردم مطابق کلاس کنکور هست. البته که خب ما تایم خیلی خوبی داریم، بچه ها فوق‌العاده است این دو زنگی که تو هفته داریم، پس مشخصا هر چیزی که مورد احتیاج شما باشه با تمرینات بیشتر با دقت رو متن کتاب درسی بررسی میشه و از شما من فقط میخوام که با کلاس منظم بیاید جلو. این نظمه رو بچه ها اگر در واقع امسال که شما دانش آموز دهم هستید واسه خودتون ایجاد بکنید، به لحاظ فکری، به لحاظ مسلط بودن رو در واقع روند کلاس، مطمئن باشید سال‌های آینده چون یه تمرین خیلی خوب داشتید خیلی با مهارت بالاتر هم حتی شاید بتونید این کار انجام بدید. عرض به حضور گلتون بحث تکلیف ما به چه شکلیه. برای هفته اول من میدونم دغدغه شما هاست، آقا ما هنوز کتاب تست نگرفتیم، ما می‌خوایم تکلیف حل کنیم، تو رو خدا ما تکلیف بده. قطعا تا نهایتا فردا یا پس فردا تکلیف جلسه امروزتون تو پنلتون گذاشته میشه. آی فیز گستر، بچه های هم نگرش هم تامبلند پنل دارن دیگه واسه کلاسشون. بچه ها رفقای گل من، تکلیفتون تو پنلتون گذاشته میشه، اما این مال این هفته است. به امید خدا از هفته آینده از کتاب تست هایی که بهتون پیشنهاد میکنم، حالا کتاب تست هایی که بهتون پیشنهاد میکنم چی هست؟ کتاب نشر الگوی شیمی دهم یا کتاب خیلی سبز یا مبتکران. چرا میگم یا؟ شاید شما مثلا خواهر، برادر، دوست، فامیل، آشنا یکی داشته باشین، یکی از این سه تا کتاب تست رو داشته باشه، بی خود هزینه نکنید. یکی از این سه تا کتاب تست رو اگر داشته باشین، باز میگم کتاب تستش میدهم نشر الگو، کتاب تستش میدهم خیلی سبز، یا کتاب تست در واقع مبتکران شیمی دهم.
هر کدوم رفقا از این سه تا کتاب اگر میتونید تهیه بکنید از دوست آشنا اوکیه، ولی رفقا اگر میخواید خرید بکنید، یعنی اگر میخواید واقعا هزینه بکنید، این سه تا کتاب پیرامونتون دم دستتون نیست، انتخاب من، پیشنهاد من به شما کتاب نشر الگوه. پس من گفتم خیلی سبز، مبتکران یا کتاب تست نشر الگو، یکی از این سه تا اوکیه. ولی اگه میخواید در واقع هیچ کدوم از اینا رو ندارید، میخواید تهیه بکنید، لطفاً تا هفته آینده، حالا باز عرض کردم خدمتون واسه این هفته رفقا من تکلیفتون میدم، ولی از هفته آینده تیتر از این کتابای تست خدمتون اعلام میکنم. حتماً رفقا تکالیفتون رو باید تو پنلتون ارسال بکنید. باز من ببخشید سوال میکنم ها، همه بچه‌ها میتونن تو پنل تکلیفشون رو بفرستن دیگه؟ آره حتما بچه ها، این امکان واسه شما فراهم میشه و ما این انتظار رو از شما داریم، تکلیفتون رو در واقع واسه ما تو پنلتون ارسال بکنید قبل از کلاستون. خیلی زشته به خدا قسم بچه ها تو این شرایط سخت اقتصادی وقتی خانواده‌هاتون هزینه میکنن، خیلی زشته مثلا مامانت یا بابات نشستن کنار دستت، حالا پای لپتاپ یا پای موبایل، بعد ما بیایم اسم بخونیم خانم فلانی چرا تکلیف نفرستی، اصلا رود میشه باباتو نگاه کنی اون موقع، آقای فلانی شما چرا تکلیف نداری، به خدا اسم میخونم ها. پس خواهشم ازتون اینه با دقت از همین هفته اول منظم بیاید جلو. بچه‌ها من در واقع چون ممکنه جلسه اول یه سری سوال تو ذهن شما باشه، یه چند ثانیه فرصت میدم اگر کسی سوالی تو چت کلاس داره، در واقع سوالی داره تو چت کلاس اعلام بکنه، اگر هم سوالی نیست که من بحث تدریس از فصل که دهم رو با یه توضیحاتی رو کنکور 1400 با شما شروع بکنم، ما یه چند ثانیه وقت میدیم اگه کسی سوالی داره بپرسه. خب شهاب جان سوالا رو به ما اگه زحمتی نیست نمایش بده برای ما، ما میام روی یکی دور میبره در از سه گلت درد نکن. خب ببینیم سوالاتی که بچه ها داشتن چیا بوده، مشخصا پاسخ بدیم به سوالاتتون. خب از سوال اول بریم. شهاب میگه که استاد هلیا میگه که خلاصه نویسی برای شیمی لازم هست؟ خلاصه نویسی قطعا لازمه، بهترین خلاصه نویسی خلاصه نویسی های شخصی شماست، اما من هم برای دوستانی که حالا فرصت خلاصه نویسی ندارن یا حالا شاید خلاصه نویسی رو بلد نیستن، در پایان هر فصل خلاصه درس فوق‌العاده حرفه‌ای بهتون میدم، پس دغدغه خلاصه نویسی به هیچ عنوان نداشته باشید. شیرین میگه که آیه مهدوی استاد همه اون کتابا رو بگیریم؟ نه دختر گل، مگه المپیاد شیمی میخوای شرکت کنی سه تا کتاب تست بمونید؟ هفته چند ساعت شیمی میخواید بخونید تو برنامه درسیتون؟ رفقا یکی از این سه تا کتاب تست رو بگیرید کفایه. حالا این خانم هوشمند خوبه، ما دانش آموز 12ام داشتیم، ما واسه هر سه تا پایه همین سه تا کتاب تست رو معرفی میکنیم. بعد پرسید استاد 9 تا کتاب تست بگیریم، گفتم حاجی جنگ مگه؟ ابوالفضل میگه جزوه‌های فصلا رو میشه یه جا بهمون بدیم؟ در مورد این بیاد در واقع اتفاقاتی داره میفته، این امکان شاید وجود داشته باشه، البته که الان فصل 1 رو فکر کنم به صورت کامل دارید. زینب میگه یعنی تا تقریبا 2-3 ماهی جزوه‌مون همین خواهد بود. زینب میگه ببخشید برای شیمی روزانه چند ساعت باید تمرین داشته باشیم؟ من مشخصا نه تو درس من، به نظر من هر درسی رو که با هر معلمی جلو میبرید، اگر کاری که اون معلم اون استاد ازتون میخواد انجام بدید مشخصا در واقع قطعا کافیه برای موفقیت شما، ولی باز برای دانش آموزی که تو شیمی دهمه، به نظر من حالا تو درس خودم بخوام بگم، بین 4-6 ساعت تو هفته اگر فرصت بذارین برای، ببینید این شامل دیدن کلاس نمیشه آقا، خب بعد 2 ساعت و نیم کلاس میبینیم 1 ساعت و نیم، نه 4-6 ساعت غیر فضای کلاس اگه تکلیف حل کنید کفایت میکنه. بیاین پایین. شهاب جان رکسانا جواب تو دادم، خانم شیرین جواب تو دادم، آینوش میگه میخوایم کتاب بخریم، کدوم این ستا بهتره؟ رفقا گفتم کتاب نشر الگو. خانم خراسا میگه که برای امتحان ترم خودتون سوال تشریحی رو جدا کار میگه سوالا رو میدین یا فقط تست؟ ببینید بچه ها من گفتم هر چیزی شما احتیاج داشته باشید با توجه به بچه ها، دو زنگ فوق العاده تایم خوبیه، فوق العاده تایم خوبیه. مشخصا نگران امتحانات تشریحیتون هم نباشین، اولا که تمام کتاب درسی دهمتون تو این سه تا فصل هم تشریحی در واقع تدریس میشه با شما، هم جایی که روش تستی داشته باشیم بهتون یاد داده میشه، حالا اینو تو فصل 2 دهم تو استوکیومتری خیلی پررنگ میبینید، ولی دغدغه اینو نداشته باشید. در 1-2 هفته مونده به دی ماه و از اون طرف هم 1-2 هفته آخر کلاس هامون که منتهی میشه به امتحانات خردادتون، حتما کلاس واسه تون میذارم، حل تشریحی سوالات رو باهاتون مرور میکنم. کتاب نشر الگوی شیمی یه دونه بهنام چیز داره، یه فرمت داره، یا آقای یه چتری دستش گرفته. بیایم پایین تر. کجا بودیم شهاب؟ بیا پایین. آها دمت گرم. بیا پایین. بهنامو که جواب دادیم،
استاد کتاب تست نشر الگو گفتین ایرادی نداره یا ثبت کنیم؟ نه، کتاب همین چاپ 99 ش هم بگیرید اوکیه. آنیتا میگه هر جلسه امتحان گرفته میشه از دروس قبل. مشخصا ما هر ماه حداقل دو تا امتحان از شما میگیریم، سوالاتش هم در واقع خودم انتخاب میکنم، پس انتظار دارم در واقع با توجه به اون چیزی که تو کلاس بهتون گفته شده و تکلیفی که ازتون خواسته شده نتیجه قابل قبولی بگیرید با تلاشی که دارید. استاد این تایم برای طول سال تحصیلی هست؟ بله حسین جان، این تایم کلاسمون ثابته. سینا میگه چگونه در پنل تکلیف رو ارسال کنیم؟ این در واقع بهتون یاد داده خواهد شد، نگران نباشید. حتما من خودم این رو شاید جداگونه هم آموزش بدم بهتون، یعنی یه ویدیو کوتاه تهیه بکنم از اینکه، یا بگم بچه‌ها تهیه بکنن از اینکه چجوری تکلیف ها ارسال بکنید. برای اولین آزمونی که نفر قلم چی میده چند درصد چیمی خوبه بزنه، که یعنی کم کم چند درصد عادیه؟ ببینید بچه ها، بسته به سرفصل آزمونه. حالا یه خورده طرح درسمون بره جلو، تحلیل آزمون، همه اینا رو بهتون یاد میدم. اصلا ازتون انتظار دارم که آزمون هایی که شرکت میکنید و تحلیل کنید بفرستید برای من، اینو بهتون میگم. ماهان سوال تو من ندیدم. شب سوال ماهان رو رد کردیم. ماهان آها، توی کتابکاری که معرفی کردید اگه بعد تست دادن اشکال داشته باشین، آره رکسانا، شماره واتساپ برای همین بهتون داده شده. ما بعد امسال جدول توضیح میدم، یکی دو هفته جلوتر ملیکا جدول تناوبی میگم چیش لازمه. در پایان کلاس آزمونی از مبحث امروزی که تدریس فرمودید میگیرید. گفتم ما حداقل دو تا آزمون تو ماه رو داریم، پس نگران نباشید. چقدر اینا خوبه شهاب، میگه چه آزمون میگیری عالی. میلاد میگه کتاب تستای سال چاپ پارسال ایراد نداره، 99 اوکیه. آیلار میگه میشه بار دیگه دقیقا بگین کدوم کتاب تست بهتره؟ گفتم اگه میخوای آیلار جان تهیه بکنی کتاب تست نشر الگو. روجینا میگه لازم است فصل اول کتاب رو پرینت بگیریم؟ نه فعلا احتیاجی نیستش، در واقع به اونجایی برسیم که آخر فصل باشه، احتمالاً زمانی هستش که در واقع کتاب‌های در واقع شما به دستتون رسیده، نیازی نیست پرینت جداگونه بگیرین. استاد کتاب تست‌های سال قبل با امسال تفاوت زیادی دارن؟ معمولاً نگین، روند کتاب تست‌ها اینه که میان که سوالای کنکور 1400 و اینا رو اضافه می‌کنن، که ما اینا رو کامل خودمون داریم، نگران نباشیم. کتاب میکرو نقره‌ای گاد چطوره؟ ببین حنان اگه کتاب رو گرفتی اوکیه، کتاب بعدی نیست کتاب میکرو نقره گاج، ولی میگم اگه نگرفتید یکی از این سه تا کتاب تست با تاکید رو نشر الگو. استاد چقدر در روز تن کاری که میخوام انجام بدید؟ الهه مطمئن باشید کافیه. شادی میگه استاد کتاب تستایی که گفت، اینا کتاب تست بچه ها و مشخصا برای آماده شدن شما برای کنکور. بچه های چیز بهتون بگم، حالا نمیخوام خیلی، اصلا من کوچیکترین عضو مجموعه تاملند و نگرش، ولی اینو بهتون بگم، دبیرایی که شما واسه دهم و یازدهم دارید، هم مدرسه نگرش هم مجموعه تاملند، تماما دبیرای کنکوری هستن. یعنی چند من کوچیکترین عضو این مجموعه، اصلا خودمو میگم، خودمو نمیگم، بذارید منو کنار. پس شما دغدغه‌ای نسبت به این موضوع نداشته باشین، تشریحی تستی به صورت کامل با شما کار میشه. سینا گفتم آموزش بهتون میدیم که چجوری ارسال بکنید. آیدی پیج اینستا و تلگرام هم بهتون میگم، چون تو کانال تلگرام هم اتفاقات خوبی داریم. کتاب نداریم الان، منظورت کتاب درسی فعلا گیری نداریم، جزوه‌تون معیارمونه. و اینکه کتاب تست هم گفتم تا یه هتفته فرصت میدیم تهیه بکنیم. اول فصل کتاب مهر و ماه هم اگر داری کتاب، بچه ها کلن این کلیت کتاب ها خیلی فرقی نداره با هم دیگه، یکی نمیاد مثلا از انجیل سوال داده باشه، اون یکی مثلا از تورات، اون یکی از قرآن، که کتاب درسی ما یه چیزه. من پیشنهادم به شما کتاب نشر الگوه، وگرنه کتاب مهر و ماه هم کتاب خوبیه. شیمی هرچی مهیا بهتون میگم همونجوری بخونید. چند جلسه در کل داریم؟ خیلی تایم خوبی داریم، یعنی فوق‌العاده است مهیا تایمی که داریم. حالا مطمئنن تمام تلاشمون رو میکنیم که استفاده خوبی هم از کلاس ببریم از تایم خوبمون، پس دغدغه اینو نداشته باشین. حاتمی هم همینو پرسیده بود، استاد بخشی این تایم در طول سال تحصیلی هم هست؟ آره حسین جان، ما که بینیم کلاس 11 هم یعنی 10 هم تموم شده، کار خاصی باید بکنیم؟ عرض به حضور گلتون که اگر دانش آموز 11 هم هستین و این کلاس رو ثبت نام کردین، خیلی بهتون تبریک میگم، از این جهت که انقدر دانش آموز پرتلاشی هستین. البته یکی دو تا پیام من داشتم طی همین یکی دو روز گذشته، بچه‌هایی که دقیقاً خانم حنانه مثل شما بودن، یعنی 11 هم هایی بودن که این کلاس رو ثبت نام کردن، فوق العاده خوبه، ولی میگم تلاش خوبی باید انجام بدید. این دیگه شما تصمیم گرفتید چیمی دهمتون هم در واقع یک بار دیگه آموزش خوب ببینید، پس مشخصا اون سعی و تلاش رو ما ازتون انتظار داریم.
حتما مهتا، حتما جزوه رو داشته باش. دختر گل هر چی تو جز هر چی به نظرت هست که بعداً می‌خوای بنویسی اینا وارد جزوه بکن. شما اینجوری یه آرامشی هم دارید دیگه، اون جزوه‌ای که در واقع طرح درس کلاستون تمام نکات واردش شده. پس جزوه رو حتما اگر داشته باشید، اصلا بهتره که چه عرض کنم، حتما الزامیه داشتن جزوه. واسه جلسه امروز هم گفتم اگه کاغذ خودکار دم دستتون باشه. فاطمه، اگر حالا این فکر میکنم خانم فاطمه از بچهای تاملندی مونن که میگه در طول سال تحصیلی کلاسای مدرسه و اینا باشه، این دیگه مدیریتش حتما باید به وسیله خود شما انجام بشه. اگر قراره یه جلسه ای رو آفلاین ببینید، اصلا من توجیه قابل قبولی نمیدونم این قضیه رو که آقا ما نتونستیم جلسه رو تو این هفته ببینیم، تکلیفمون رو نتونستیم ارسال بکنیم. پس خودتون مقید باشید که در واقع سر تایم و به موقع حتما تکالیفتون رو برسونید. خانم آقای حاتمی هم که در واقع همین سوال فاطمه رو داشتن. خب رفقای گل من، باز اگه سوالی بود تو چت بپرسین و شروع کنیم صحبتمون رو با شما. شب یه تخته مشکی به من بده، من با این رفقای گلم دیدی در مسئله دیدی چی میگن شب جنگ اول بعد آقا بدونیم تو شیمی کنکور چه خبره. موافقین رفقای گل من؟ آقایون، خانم ها، ملت، شما در کنکور 1400 شیمی کنکور 1400 به لحاظ مدل سوالات با 4 مدل سوال روبرو بودید. همین کنکوری که کمتر از یک ماه اخیر برگزار شد. ببینید بچه ها، ما هر سال کنکور رشته ریاضی داریم، رشته تجربی داریم و در واقع برای بچه های داخل کشور و خارج کشور. یعنی ما 4 سری کنکور برگزار میشه هر سال تو کشورمون که درس شیمی تو اینا هست. یعنی ما 4 تا 35 تست هر سال سازمان سنجش در واقع واسه شیمی کنکور میگه. پس این آماری که من به شما میدم از مجموع 140 تست هستش. به لحاظ تنوع سوالات در کنکور 1400 ما با 4 مدل سوال روبرو بودیم: سوالات شمارشی، سوالات محاسباتی، سوالات عادی، یعنی سوالی که میگه کدام گزینه درسته، محاسبه ای هم توش نیست، سوال در واقع ظاهر حداقل خوبی داره، و سوالات شهاب محاسباتی شمارشی. میدونید یعنی چی؟ بچه سوال شمارشی یعنی چی؟ حالا رفقای گل من کم کم با این فضا آشنا بشین. سوالی که نمیگه کدوم یک از این گزینه ها درسته، 4 تا جمله، 5 تا جمله میذاره براتون، میگه چند تا از این جمله ها درسته. رفقای گل من، سوال شمارشی سوال سختیه ها، چون شما باید به همه اون 4-5 تا جمله تسلط کافی داشته باشین. با سوال عادی، یعنی سوالی که شب برمیگرده میگه کدام گزینه درست است، ما اگه اون گزینه درسته یا نادرسته رو مثلا کدام گزینه درست است یا کدام گزینه نادرست است، اگه مثلا اون گزینه درسته رو تو اون 4 تا جمله بشناسیم، بچه‌ها تو این سوالای عادی حتی اگر گزینه‌های دیگر هم مسلط نباشیم، مطمئن باشیم کدوم درسته یا کدوم غلط تستمون رو میزنیم. اما تو سوال شمارشی دردسر داره بچه ها، یعنی تسلط 100% میطلبه، میگه چند تاش درست یا چند تاش نادرسته. اینا واقعا سوالات سختیه، چون شما 4 تا جمله اولو میخونی عالی، درست غلطش هم بلدی، جمله پنجمو میمونی سوال رو نمیتونی بزنی که چون گفته بود چند تاش درست چند تاش غلط. واسه همین سوالات شمارشی سوالاتیه که تسلط فوق العاده خوبی رو میطلبه. محاسبات هم که رفقای گل من آیتم در واقع سخت شیمی کنکوره، از این جهت که شما حالا شاید ندونید بهتون بگم 35 سوالی که بچهای تجربی یا بچهای ریاضی فرصت دارن، در واقع 35 سوالی که تو دفترچه کنکورشون هست تو درس شیمی 35 دقیقه زمان داره. یعنی هر سوال رو شما باید تو 1 دقیقه پاسخ بدین. تو این قسمت سوالات محاسباتی رفیق گل من، هر کار کردی خودت کردی، یعنی من معلم نمیتونم کاری تو محاسبات تو انجام بدم. و آفت اینه که شما ماشین حساب 24 دم دستتون باشه. بچه ها شما نمیخواید استخدام نظام مهندسی باشید کار کردن، نظام مهندسی بشید کار کردن با ماشین حسابتون رو بخوان بسنجن ها. تو کنکور قدرت محاسبات شما رو میسنجن. اگر الان تو خونه اید، آزمونی که شرکت میکنید تو خونه است، حالا شیطونه به قول یارو گفتنی گولتون نزن حاجی ها، سر جلسه کنکور این تو ذهنتون باشه. من بچه های کنکوری پارسال هم گفتم الان کلاساتون مثلا غیر حضوریه، ولی بمباران اتمی هم توی مملکت بشه کنکور حضوری برگزار میکنن. پس از شما هم اینو میخوام رفقای گل من،
وقتتون رو تلف نکنید. شما مسئله رو اگه با ماشین حساب حل کنید به خدا اهمیتی نداره. یعنی تو 1000 تا سوال با ماشین حساب جواب بده، ارزش 20 تا دونه سوالی که خودت به جواب برسونی نداره. پس خودتونیدا، خودتون. سوالات محاسباتی شمارشی هم که شعب دیگه وحشتناکه. سوال محاسباتی که شمارشی بشه یعنی چی شعب؟ یعنی میگه چند تا از این جمله ها درسته؟ بعد تو اون 4 تا جمله که براتون میذاره بچه ها 4 تا مسئله است. خیلی عجیبه ها. من میخوام که شما یه خورده به فضای کاریتون آشنا بشین، بدونید که چی کار بکنید. یه موقع من نمیدونم تیم مقابلم کیه، آنالیزش نمیکنم، وقتی میرم تو زمین اصلا همینجوری هنگ میکنم آجی این چه بازیکنایی داره. من میخوام شما یه نگاهی پیدا بکنید. این که من به شما میگم 4 تا 6 ساعت باید تمرین داشته باشید تو طول هفته، یکی نگه برو آمو کی حال داره، ما 6 ساعت تو هفته درس نمیخونیم، حالا 6 ساعت شیمی بخونیم. رفقا میطلبه، اگه تصمیم گرفتید، اگر در واقع دوست دارید توی رشته خوب، توی دانشگاه خوب درس بخونید، دوست دارید نتیجه زحمت‌های پدر مادرتون رو در واقع به شکل عالی بتونید ازشون تشکر کنید و بهشون بدید، باید از پس کنکور بر بیاید. من که نمیتونم به شما بگم بچه‌ها شیمی کنکور کاری نداره، کلا کنکور آسونه. خب من اگه غیر واقعی حرف بزنم تو خوشت میاد؟ بذار واقعیت رو بهت بگم. حالا تعداد این سوالا چه شکلی بوده رفقای من؟ از 140 تا شعب 60 تا سوال شمارشی داشتیم. دعوای مگه حاجی به قرآن بوده کنکور 1400؟ 60 تا سوال شمارشی، یعنی تقریبا نصف دفترچه کنکور چند تا درست چند تا غلط. یعنی تسلط 100% یه جمله رو بلد نباشی فایده نداره. سوالای محاسباتیمون بچه‌ها 38 تا سوال داشتیم ما از 140 تا در کنکور 1400. تو این 4 تا دفترچه کشیمی تو کنکور بود، تو این 140 تا 38 تا سوال شمارشی ما داشتیم بچه‌ها. در کنار اینا 27 تا ما سوال عادی داشتیم. 27 تا ما سوال عادی داشتیم. سوال عادی یعنی چی؟ یعنی همون که گفتم، کدام گزینه درست کدام گزینه غلط. شاید 27 تا 38 هم میشه اگه گفتی 65. اینم 60 تا شعب میشه چقدر؟ آفرین شعب، این یه سال محاسباتش خیلی تکون خورده. 15 تا سوال محاسباتی شمارشی داشتیم. یعنی 15 تا از سوالای کنکور 1400 این شکلی بود که چند تاش درسته چند تاش غلط. بعد تو این 15 تا، تو این چند تا درست چند تا غلط، گزینه ها و جمله ها مثل اینا نبود، هر کدومش یه مسئله بود. رفقا ببینید، خیلی خوبه که الان در بهترین موقعیت دانش آموز قرار دارید که میخواد واسه کنکور نتیجه قابل قبولی بگیره، این خیلی عالیه. ولی خب ببینید بچه ها، صرفا حس خوب داشتن، انگیزه خوب داشتن رفقای گل من واقعا کافی نیست. از همه تون این خواهش رو دارم بچه ها، امروز که جلسه اول کلاستون با من، کلن شاید این هفته شروع جدی درس خوندنتون باشه، یه خورده بیشتر از سنمون فکر کنیم. به 10 سال بعدتون فکر کنید، به 5 سال بعدتون فکر کنید. شما 5 سال بعد خیلی هم دور نیستا، 5 سال بعد شما دانشجوی سال سومه، حالا اون رشته که هستید دارید درس میخونید. حالا دوست دارید توی دانشگاهی باشید، توی رشته‌ای باشین که با افتخار بگید کجا درس میخونید، با افتخار بگید چه رشته‌ای میخونید، اون همکلاسیاتون چه آدمایی باشن، استادی که میاد تو دانشگاه سر کلاستون چه. به اینا فکر کنید بچه‌ها. به خدا قسم کنکور آدم نابغه نمیخواد. بچه‌ها تو رشته تجربی ما 5000 نفر هر سال پزشکی، دندون پزشکی، داروسازی قبول میشن تو کشورمون، تمام دانشگاه رو که در نظر بگیرید. ما قطعاً 5000 تا نابغه نداریم. به خدا 5000 تا نابغه هر سال نداریم تو مملکتمون. ما 5000 تا آدم پرتلاش داریم. بچه ها کنکور مثل المپیاد نیست. لازم باشه شما کتاب عجیب غریبی بخونید، کار عجیب غریبی به انجام بدید، تایم عجیب غریبی مثلا 50 ساعت بشینی یه درس رو تو هفته بخونی. کنکور فضاش مثل المپیاد نیست بچه‌ها. کنکور فضاش جوریه که همون کاری که هر سال بچه‌هایی که نتیجه گرفتن انجام دادن و شما باید سعی کنید همون کارا رو با کیفیت عالی‌تر و کیفیت بهتر انجام بدید. امروز بشینید فکر کنید. اصلا بعد کلاسمون دوست داشتید زنگ ترفیع بهم بشینید فکر کنید، به جای اینکه چرت بزنید. ببین فکر کنید که دوست دارید 3 سال بعد میشه دیگه شباب. الان 2 سال دیگه شباب. سال دیگه میرن 11 هم
بعد دو سه سال بعد دوست دارید این دو سه روز الان دو سه روز مونده 4 5 روز مونده به اعلام نتایج کنکور 1400 دوست دارید سه سال بعد این موقع چه احساسی داشته باشید؟ بچا اون احساسه یه دفعه ایجاد نمیشه ها، به خدا قسم میرسه اون روزی که هممون پای لپتاپ شماره ملی کد ملی رو میزنیم شماره داوطلبی کارنامه کنکورمون میاد، به خدا اون روز خیلی نزدیکه ها. واسه اون روز شما تلاشتون تو این سه سال کمکتون میکنه که چه حالی داشته باشید، حال اون روز یه دفعه ایجاد نمیشه. قشنگ امروز بشینید فکر کنید دوست دارید سه سال بعد این موقع چه حسی داشته باشید، دوست دارید 5 سال بعد که دانشجوی مثلا ترم 4 یا 5 هستید کدوم دانشگاه کدوم رشته درس بخونید، 10 سال بعد که وارد بازار کار شدید با چه عنوانی وارد بازار کار بشید. بچه‌ها صادقانه بخوام بهتون بگم زمانی که من کنکور دادم آینده تحصیلی خب خیلی روشن‌تر بود شاید از الان، ولی باز رفقا من خیلی سعی می‌کنم صادقانه باهاتون حرف بزنم، ولی باز هم آینده تحصیلی هر جایی که بخواید باشید، ایران باشید، بخواید برید خارج، باز هم در واقع شاید روزنه امیدی که واسه خیلی آمون واسه اینکه تو زندگی کاری واسه خودمون انجام بدیم موفقیت تحصیلیه. اینو صادقانه بهتون میگم. من پدرم خدا پدر مادرتون رو نگه داره یه معلم ساده بودن، بازنشسته آموزش پرورش، الان بازنشسته آموزش پرورش. مادرم هم یه خانم خونه دار، یعنی شرایط فضای خانواده ما فوق العاده خانواده معمولی تو شهر تهران. من بچه‌ها اگر نگاه می‌خواستم بکنم به دور و برم، به دوستایی که شاید داشتم تو فضای محل و فلان و اینا، اصلاً آینده نمیگم الان شرایطم خوبه ولی خدا رو شکر راضیم، ولی اگر می‌خواستم به اون شرایط و به اون چیزی که دور و برم بود بسنده کنم، مطمئناً آخر عاقبت خوشی نداشتم. واسه همین از شماها خواهش می‌کنم رفقای گل من فکر کنید سه سال بعد دوست دارید موقع چه سوالی داشته باشید، 5 سال بعد دانشجو ترم 4 و 5 شما این موقع‌ها، اگه دانشجو دندون پزشکی باشین کم کم وارد فضای کار میتونید بشید، دانشجو داروسازی بشید یه 3-4 سالی که از درستون گذشته باشه وارد فضای کار میتونید بشید، تو رشته های مهندسی همینجور. بچه ها هر اتفاقی که بیفته مطمئن باشید روزنه امید شماها برای اینکه تو زندگی خیلی کار انجام بدید. شما از پدر مادراتون سوال بپرسین، خیلی آدمش میگه تو هیچ کار نکن درس بخونی، تنها انتظار اینه که دل بچه دلخوشی پدر مادراتونید. من هنوز خودم فرزند ندارم ولی تمام تلاشی که شب به خدا انجام میدم به امید اینه که مثلا بچه‌م میاد شرطش به خدا پدر مادر شما هم همینن ها. رفقا دلخوشی خانواده هاتونید. حیفه وقتی پدر مادر تو اینقدر امیدوار میشن به زندگی و اینکه ببینن تو داری زحمت میکشی، راهی کج نمیری، سرت به درسته، هدف داری تو زندگیت، به خدا کیف میکنن اینقدر امیدوار میشن تو به زندگیشون بچه‌ها. این دلخوشی رو از خانواده‌هاتون نگیرید، شما ثمره زندگی پدر مادراتونید. به 3 سال بعد خودتون فکر کنید، به 5 سال 10 سال بعد خودتون فکر کنید. امیدوارم که از همین این هفته، از همین امروز همتون منظم باشید. بعد یه چیزم خیلی صادقانه بهتون بگم، باز این من مشاور نیستم، مشاورای مجموعه تاملند و نگرش فوق‌العاده دانششون از من تو این قضیه بالاتره، ولی یه چیز بهتون میگم رفقا، درس خوندن پستی بلندی داره، یعنی ایراد نداره مثلا اگه یه روز مثلا نتونستی به برنامه‌ت متعهد باشی کلا نه من تو درس چیزی نمیشم، حاجی جوگیر نشید تو رو خدا، تمام تلاشتون رو بکنید، هر چیزی میتونید از برنامه رو اجرا بکنید. من خودم دانش آموز بودم، تیزوشانم درس خوندم، یعنی میخوام بگم تو فضای درس خوندن هستم، روزایی بود درس میخونم، روزایی بود کمتر درس میخونم، روزایی بود کامل برنامه، انقدر کیف میده بچه‌ها، به خدا اینا دلخوشیه، اینا حس خوبه برای سن الان شما، انقدر کیف میده شب که میخوای بخوابی کلتو بذاری رو بالش بگی ولی امروز هم خوب استفاده کردم، اینا لذت های واقعیه ها، که هر شب که میخوابید خودتون رو مثلا تو اون دفترتون، تو مطبتون، تو داروخونتون تصور بکنید. تلاش بکنید بچه‌ها، مطمئن باشید نتیجه زحمتتون رو خواهید دید. من همین الان چیز صادقانه بهتون بگم، شما در جایگاهی هستید که با رتبه یک کنکورتون به خدا قسم فرقی ندارید، یعنی اون سالی که تو میخوای کنکور بدی رتبه یک هر کسی قراره باشه، در الان وضعیت الان شما با وضعیتی که اون رتبه یک کنکور سال شما داره الانتون برابره، چه بسا شما شرایطتون بهتر باشه، چون شما خیلی بچه‌ها من خیلی کیف میکنم با شما توی کلاس باشم، میدونید چرا؟ چون میگم دانش آموزی که حاجی دهم فکر آقا دهم ملت پیت یه قلقلن، کی میگه خیلی ها میگم کنکور آلاس، بچه ها خیلی من دوست دارم که در کنار شما هستم، چون شما ها فوق العاده شخصیت های خوبی دارید، خانواده هاتون با شخصیتن، با من بابای خودم معلم بوده،
درک میکنم وقتی خانواده زحمت میکشه، هزینه میکنه واسه درس بچهش یعنی چی. شما تک تکتون واسه من ارزشمندین، خودتون، شخصیتتون. فقط میگم حیف نشید بچه ها. شما همه تون خیلی باز اینو تاکید میکنم دل خوشی و ثمره زندگی خانواده هاتونید. پس خواهش میکنم ازتون از خودتون مراقبت کنید، حواستون با حال خوب خودتون باشه، منظم باشید و ایشالله که ما بتونیم تو کلاس شیمی دهم یه جوری با شما بیان جلو که تقریبا یک سوم این 140 تا تست که حالا هر کدوم از اینا رو شامل میشده از شیمی دهم شما مشکلی نباشه. اگر سوالی نیست ما درسمون رو شروع کنیم. رفقای گلی که سوالاتی دارن که حالا من جواب دادم، چون شهاب گفت یه سری سوال تکراری داریم، حالا تو فضای واتساپ سوالتون رو مطرح کنید که دیگه حالا من جواب سوالات رو دادم. باز شهاب اگه سوال جدیدی به چشت خورد به من بگو که من پاسخشو بدم. شروع کنیم. رفقای گل من، خیلی با امید، با انگیزه، من با تاکید میکنم شما با رتبه یک کنکورتون الانتون هیچ فرقی نداره، چه بسا که شرایطتون از کسی که قرار رتبه یک کنکور شما باشه قطعا بالاتره. باز صادقانه میگم کوچیکترین عضو این مجموعه من هستم، کم تجربه ترینش رو شما من در نظر بگیرین. تو فضایی دارید درس میخونید که تمام استاداتون استادای با تجربه و حرفه‌ای هستن. مطمئن باشید که در واقع از لحاظ آموزش و فضای خوب کلاس چیزی کم و کسر ندارید و نامبر وانای ایران در کنار شما هستن. باز تاکید من کوچیکترین. بریم سراغ شهاب جان جزوم. خب من میخوام با رفقای گلم بحث ساختار اتم رو شروع کنم از فصلی که در اون مطرح کردن. امروز درس فوق‌العاده حرفه‌ای یاد میگیرید، درسی رو یاد خواهید گرفت که تو دانشگاه تدریس میشه، مدل در واقع کوانتومی که حالا با هم بحث و بررسی میکنیم یکی از مدل اتمی‌های کاملیه که تو شیمی برای ساختار اتم استفاده شده. اما مشخصا رفقای گل من اجازه بدین من قبل از اینکه در واقع اون داستان اصلی کلاس امروز رو با شما شروع بکنم یه کوچولو در مورد نماد اتم و ذرات زیر اتمی با شما صحبت کنم. شهاب جان نوشتن منو ببینم. ببینید رفقای گل من، هر اتمی رو بخوان نمایش بدن به صورت ای آزد نمایشش میدن. حالا این ای از کجا گرفته شده؟ تو جزوه‌مون هم هست، از اول کلمه element به معنی عنصر گرفته شده. نماد اتمتون هر چی باشه سمت چپش بالا و پایین دوتا عدد قرار میدن. عدد اولتون رفقای گل من آه که بهش عدد جرمی گفته میشه و زد عدد اتمی برای اتم شماست. این زد که عدد اتمی باشه رفقای گل من تو جزوه‌مون هم هست، نشون دهنده پروتون هایی که در واقع تو اتم شما وجود داره. یه دقیقه حواسا پیش من، از شیمی متوسطه اولتون یه نکته رو دوره کنیم. از بخش علومش ما توی اتممون یه سری ذرات کوچیک‌تر داریم، یعنی چیزایی که اتم ما رو انگار تشکیل دادن، شامل پروتون، نوترون و الکترون. ساختار اتم به شکلیه که رفقای گل من، پروتون‌ها و نوترون‌ها در مرکز اتم قرار دارن توی فضای خیلی کوچیکی، ولی این فضا خیلی درسته کوچیکه ولی خیلی هم سنگینه، چون اصلا جرم اتم به پروتون نوترونش برمیگرده. پس مرکزیت اتم‌ها پروتون نوترونه. ذره بنیادی یا ذره زیر اتمی دیگه‌ای هم که داریم الکترون‌ها هستش که در اطراف هسته قرار دارن. حالا ما داریم میگیم این عددی که پایین سمت چپ میذارن چی رو نشون میده؟ این عدد عدد اتمیه که نشون دهنده پروتون هاست. رفقای گل من شما میدونید پروتون ها بار مثبت دارن، یعنی پروتون ها در واقع ذراتی هستن که بار مثبت دارن. پس اگر اتم ها رو ما اتم های خنثی میشناسیم، خنسا بودن اتم یعنی بار مثبتش که پروتونه با بار منفیش که الکتروناش باشه برابره. پس اگر عدد اتمی پروتونا رو نشون میده تو اتمای خنسا، چون پروتون الکترون برابره، نشون دهنده تعداد الکترونای اتم شما هم هستش زد. پس رفقا واسه هر اتم پایین سمت چپش عددی که نمایش میدن نشون دهنده اینه که اون اتم چند تا پروتون داره توی هستش، و از طرف دیگه چون اتم خنثان مشخصا تعداد الکترون ها هم معلوم میشه. جان ببینید بچه ها، تو هر قسمت که توضیحات من کامل شد، شاید مثلا تا اون در واقع ابتدای تمرین که برسیم تو صحبت هایی که و نکاتی که تو جزوه داریم بهتون یاد میدم پاسخ سوالتون رو بگیرم.
پس اون چیزی که من ازتون خواهش دارم، سوالی که تو ذهنتونه رو مثلا یه جو یادداشت بکنین، اگه رسیدین به تمرین یا جایی که من خودم اعلام کردم بچا کسی سوالی داره مطرح بکنه، سوالتون رو بپرسین، همونجا جوابتون داده خواهد شد. پس میخوام یه خورده این ذهنتون درگیر سوالی که واسهتون ایجاد میشه نشه، شاید جواب رو من بدم. الان سوال شیرین رو ما یه خورده جلوتر جواب میدیم که الکترون ها میتونن کم و زیاد بشن، حتی نوترون ها هم میتونن، ولی پروتون یه چیز ثابتیه، تغییرش همینجوری ساده نیست که به هر در واقع شکلی اتفاق بیفته. همه سوالاتتون یه گوشه نوشته بشه، جزوه یا کاغذی که دم دستتونه، موقعی که میگم آقا هر کی سوال داره بپرسه، ما مشخصا سوال شما رو پاسخ خواهیم داد، نگران نباشید. رفقای گل من، پس عدد اتمی نشون دهنده پروتون ها یا الکترون هاست، تو اتم خنثا الکترون ها رو هم نشون میده. عدد جرمی چیه؟ بچه ها عدد جرمی مجموع نوترون ها و پروتون هاست. پس اون چیزی که بالا سمت چپ میذارن یعنی عدد جرمی، نشون دهنده مجموع نوترون ها و پروتون هاست. پس عدد جرمی مجموع نوترون ها و پروتون هاست. همینجا این نکته خیلی خوب حتما یادداشت بکنید. آقای مهدوی، ما گفتیم عدد اتمی پروتونا و الکترونا رو نشون میده، نوترونا یه اتم رو چجوری میتونیم بشماریم؟ خب قربونت بشم یه دقیقه منو نگاه کن، مگه عدد جرمی جمع نوترون پروتون نیست؟ مگه عدد اتمی پروتونا رو نشون نمیده؟ خب اختلاف عدد جرمی و عدد اتمی یعنی آی منهای زد همواره نشون دهنده نوترونای شماست. پس بچه ها شما وقتی یه اتمی و فرزن براتون نشون میدن آلومینیوم 13 27، به راحتی باید ذرات بنیادیشو بشمارید. پایین سمت چپ عدد اتمیش پروتون هاش و همین جور چون اتم خنثی الکترون هاش رو نشون میده. حالا 27 منهای 13 اختلاف عدد جرمی عدد اتمی که میشه 14 نوترون هاشه. این ساده ترین کاریه که شما باید با دیدن نماد یک اتم انجام بدین، تعداد پروتون ها و همین جور تو اتم خنثی الکترون ها و اختلاف این دو تا هم که در واقع شمار نوترون ها رو برای شما مشخص میکنه. اما یه جمله خوب داریم رفقای گل من، حتما تو ذهنتون باشه، حتما به این موضوع دقت کافی داشته باشین که کتاب درسی شما شناسنامه عنصر و تعداد پروتونش معرفی میکنه. آقای مهدوی یعنی چی پروتون شناسنامه عنصره؟ ببینید بچه ها، من ممکنه چاق بشم، لاغر بشم، منطقی، ممکنه چه میدونم موامو از ته بزنم، نمیدونم ممکنه سیبیل بذارم، ممکنه هر تغییری تو ظاهر من تو فیزیک بدن من اتفاق بیفته، ولی منم که سیبیل گذاشتم، منم که چاق شدم، لاغر شدم، اون کد ملی من که با سیبیل گذاشتن من تغییر نمیکنه که. اون چیزی که باعث میشه من هر جایی میرم تو هر اداره هر بانکی شناخته بشم با کد ملیمه. با چاق و لاغر شدن تو آدم دیگه نمیشی. اتم ها هم همینن بچه ها، شناسنامه شون کد ملیشون پروتونشونه. یعنی آقای مهدوی ممکنه الکترون ها کم و زیاد شن، بله رفقای گل من، ولی باز هم الکترون اتم شما کم و زیاد بشه اتمتون همونه. فرض مثال میگیم منیزیم اگه عدد اتمیش 12 یعنی 12 تا پروتون داره، هر کس دیگه ای هر اتمی ندونیم چیه بگن 12 تا پروتون داره، این منیزیمه. آقا یعنی اگه بقیه الکترون و نوترونش هم تغییر کنه بازم منیزیم میگیریمش؟ به خدا بازم منیزیمه. میخونیم با هم دیگه، منیزیم ممکنه الکترون از دست بده، درسته تبدیل میشه به ایون مثبت وقتی الکترون یعنی بار منفیشو از دست میده، ولی باز هم ایون منیزیمه، یعنی به چیز دیگه ای تبدیل نمیشه. ما همین اتفاقا منیزیم مثال خوبیه، کتاب ازش 3 اتم مثال زده که نوتروناشون با هم فرق داره. بچه ها ممکنه منیزیم ها تو نوتروناشون تفاوت داشته باشن، میخونیم با هم دیگه، به اینا میگن ایزوتوپ، ولی باز هم میگن ایزوتوپ های منیزیم. آقا فقط اگه پروتونا کم و زیاد بشن اتم شما میشه یه اتم دیگه. پس تو ذهنتون باشه، کم و زیاد شدن الکترون که میخونیم چه شکلیه، کم و زیاد شدن نوترون میخونیم چه شکلیه، اینا نوع اتم شما رو تغییر نمیده. یعنی هر چی نوشتم برات، هر چی این منیزیم الکترون و نوترونش کم و زیاد بشه میخونیم با هم چه شکلی، باز هم شما با منیزیم طرفید. من هر چقدر چاق شم، لاغر شم، به هر ریخت و قیافه‌ای که در بیام، تا زمانی که کد ملی منو میزنید من همون آدمم. حالا اگه یه شماره تو کد ملی من عوض چه میشه یادم دیگه. تعداد پروتون ها تغییر کنه قطعا اتمتون یه اتم دیگه است، ولی با کم و زیاد شدن الکترون نوترون نوع اتم تغییر. خیلی مهمه تعداد پروتون، حاجی شناسنامه شه، کد ملی شه.
این توضیحات من توی قسمت اولمون که خواستم با بالا سمت چپ عدد جرمی که جمع نوترون پروتونه، پایین سمت چپ زد که عدد اتمی تونه پروتونها یا الکترونهای اتم خنثی رو نشون میده آشنا بشید و اختلاف عدد جرمی و عدد اتمی هم که رفقای گل من میشه در واقع نوترون های شما. اما اسلاید بعدیمون خیلی مهمه، خواهشن با دقت. تو سوالات شما معمولا با این روبرو میشید. الان میخوایم تمرین هم حل بکنیم ها، اختلاف نوترون و پروتون. خب یه موقع من به شما میگم بچه اختلاف قد من و شهاب مثلا 5 سانت. خب شما از اینکه اختلاف قد من و شهاب 5 سانت میفهمید یکی از ما 5 سانت از اون یکی بلندتره. من نگفتم به شما من قدم بلندتره یا شهاب، فقط گفتم اختلاف 5 سانته. اما اختلاف نوترون و پروتون این شکلی نیست. یعنی سر اختلاف نوترون و پروتون هر عددی بگن نوترون و پروتون ها اینقدر اختلاف دارن، سوال کنکور امسال هم بوده، شما نمیتونید بگید یعنی نوترون اینقدر بیشتره یا پروتون اینقدر بیشتره. بچه ها با نکته ای که الان علتشو بهتون میگم همیشه خدا به جز استثناء داره اشاره میکنم، اختلاف نوترون و NMN های پی در نظر بگیرید. اصلا بذار سوال بپرسم ازتون، شما فکر میکنید واسه چی لازم نوترون تو هسته اتم ها باشه؟ تا حالا فکر کردید به این قضیه؟ خب الان تصور بکنید پروتون ها خودشون تو هستن، فرض کن نوترون نداشته باشی. خب پروتون هایی که تو هستن، مهدوی گفتی توی فضای کوچولویی ان، بعد خب آقا مهدوی الان یه چالشی داریم اینجا، پروتون ها مگه نمیگیم بارشون مثبتن؟ ما هم که بلدیم این خیلی آیتم ساده ایه که بارهای همنام همدیگر رو دفع میکنن. بچه ها اگر نوترون ها تو هسته نبود اصلا ما هسته اتمامون پایدار نمیشد، چون پروتون ها همدیگر رو دفع میکردن، پروتون ها میپریدن بیرون. نوترونا حالا تو کتاب درسیمون نداریم علت دقیقشو، یه مثال براتون، نوترونا مثل یه ملات، مثل چسب میان لابلای پروتونا میشینن که باعث میشن هسته پایدار بشه. حالا من این سوال بپرسم شهاب، 10 نفر دارن میگیرن همدیگه رو میزنن لتو پار میکنن، ما حداقل بچه شما میتونید جواب بدین و چند نفر باشیم بریم این 10 تا رو سوا کنیم؟ میخوایم دعوا جمع شه 10 نفرن شهاب، 5 نفر باشیم شب آرنولدیم، مگه 5 نفر بریم در حاجی 10 میگه یه دونه تو 20 نه حاجی شب خیلی با سیبیرم گذاشتیم مثلا خیلی رفقا حداقل 10 تا باید باشیم یا نه بریم یکی یه دونه از اینا رو خف کنیم بگیم حاجی دعوا بسته صلوات بفرست فلان اینا. پس اگه مثلا 10 نفر دارن همدیگه رو میزنن لتو پار میکنن، ما 10 نفر باید باشیم تا بتونیم اینا رو از هم جدا کنیم دیگه. رفقای گل من حرف منم با شما همینه، اگر یه اتمی فرزن 10 تا پروتون داره، عقل ما میگه نوترونا باعث شدن اینا همدیگه رو دفع نکنن، یعنی نوترونا هسته رو پایدار کردن. پس رفقای گل من تو چت کلاس نظرتون رو بگین، اگه 10 تا پروتون تو هسته است، ما حداقل چند تا نوترون بذاریم تو هسته؟ شاب نظر بچه ها رو به من بگو عددی که میزنن. پس ما گفتیم که حداقل چند تا نوترون تو هسته باشه اگه قراره این 10 تا پروتونی که تو هسته قرار دارن هم دیگر رو دفع نکنن. شاب جوابا چیه؟ ببین الان که دیگه گفتیم اکثریت 10 دارم زده، ولی اولش بیشتر 10 بود، ولی 15 داشتیم، 11 هم داشتیم. خدا خیرتون بده رفقا، 10 تا قبوله؟ حالا من سوال بپرسم، یعنی اگر نوترونا کمتر از پروتونا باشن اصلا هسته پایداری، چون نمیتونن اون پروتونا رو از هم جدا کنن انگار. رفقای گل من اگر شرط پایداری هسته اینه که حداقل کم کم نوترونا به اندازه پروتونا باشن، پس قبول دارید جایی که میگن اختلاف نوترون و پروتون همیشه معنیش اینه که NMN های پیو در نظر بگیریم؟ چون شرط پایداری هسته اینه که نوترونا کم کم مساوی پروتونا باشن، حالا بیشتر بودن دمش گرم، ولی حداقل باید مساوی پروتونا باشن. پس ما نمیتونیم بگیم نوترونا کمتر از پروتونا باشن. پس هیچ موقع اختلاف نوترون و پروتون پی ام ان های ان نیست، معنیش نیست پروتونا بیشترن نوترونان، کم کم نوترونا اندازه پروتونان، حالا بیشتر هم بودن دمشون گرم. پس جایی که بهتون میگن اختلاف نوترون و پروتون همیشه NMN های پیه، همیشه NMN های پی در نظرش بگیرید. فقط بچه ها یه دقیقه الان بیایید به ذرات بنیادی هیدروژنتون فکر کنید. الان رفقا عدد اتمیش 1 بابا، پس یه دونه پروتون داره اتم هیدروژن شما، تو اتم خنثی پروتون الکترون برابرن، پس یه دونه هم الکترون داره. شب 1 منهای 1 چنده؟
اختلاف عدد جرمی و رفقا عدد اتمیتون هم یک منهای یک صفر. مهدوی زایی شدی. چی شد داداش؟ تا که میگفتی نوترون حداقل اندازه پروتونه، ببین اتم هیدروژن من و نوترونش کمتر از پروتوناشه. آقا حضرت عباس مست یارو پروتونه با خودش ما آدم داریم با خودش مشکل داره، یعنی خود درگیری میگن یارو خود درگیری مزمن داره، ولی اون یه پروتونی که تو اتم هیدروژن کیو میخواد دفع کنه؟ پس اصلا واسهتون عجیب نباشه ها که توی آخه چرا هسته اتم هیدروژن هیچی مثلا نوترون نداره؟ آقا یه دونه پروتون داره، کیو میخواد دفع کنه؟ ما میگیم پروتونای هسته واسه اینکه همدیگر رو دفع همدیگر رو پروتونای هسته همدیگر رو دفع نکنن باید حداقل اندازه پروتون نوترون داشته باشیم. پس اینکه تو اتم هیدروژن نوترون نداریم اصلا چیز عجیب غریبی نیستا، چون اون یه دونه پروتون تو هسته کیو میخواد دفع کنه رفقا؟ پس همه اتما به غیر هیدروژن کم اندازه پروتوناشون نوترون دارن. حالا بیشترم بود باز تاکید میکنم دمش گرم. پس اختلاف نوترون و پروتون همیشه خدا انمن های پیه. همه رفقای گل من متوجه شدن این نکته رو؟ یه مثبت بزنید تو چت کلاس برای من. دمتون گرم، عالی. ببین تا ساعت 9 و ربع چقدرم زود گذشت که زنگ اول کلاس امروزمون بود رفقا، مهمترین نکته‌ای که میخوام بهتون بگم نکته 5. پس اگه تا الان هر چی دقت داشتی دوبلش کن. بیا اینجا. اختلاف نوترون و الکترون چطور آقای مهدوی؟ اختلاف نوترون و الکترون هم همیشه باید NMN های ای در نظر بگیریم. این یه ذره دقت میخواد. خوب به حرف من گوش بدید بچه. شب یه صفحه مشکی. رفقا میخوام در مورد اختلاف نوترون و الکترون باهاتون صحبت کنم. ببینید آقا با من باید حرف بزنید. تو اتمای خونسا مگه غیر اینه که الکترون پروتون برابرن؟ یعنی وقتی شما یه اتم خونسا دارید قطعا پروتون ها و الکترون هاش با هم برابرن. شعب من میگم من قدم از داداشم بلندتره، بگو خب. بعد میگم داییم هم قد داداشمه. قد من و داییم رو میتونی مقایسه کنی کی بلندتره؟ یا آقا مهدوی معلومه شما قدت بلندتره. این شعب بر اساس اینکه من شبیه تیر چراغ برقم قضاوت نمی کنه، من عقلشو داره به کار میندازه. میگه تو گفتی از داداشت بلندتری، این توی این داداشته. خودت هم داری میگی داییم هم قد داداشمه، پس قطعا تو که از داداشت بلندتری داداشت هم قد دایی، تو از داییت هم قدت بلندتره. رفقا مگه شما نمیگید هیدروژن رو باز تاکید میکنم بذاریم کنار، مگه شما نمیگید تو اتمای غیر هیدروژن نوترون بزرگتر مساوی پروتونه؟ آقا مگه شما نمیگید نوترون بزرگتر مساوی پروتونه؟ خب قربونتون بشم تو اتمای خنثا پروتون الکترون با هم برابرن، پس اگه نوترون بزرگتر مساوی پروتونه قطعا نوترون بزرگتر مساوی الکترون هم هست. یعنی این رابطه نوترون پروتون که کم کم نوترون ها اندازه پروتون ها بیشتر هم بود دمشون گرم، هیدروژن رو بذارید کنار نوترون ها اندازه الکترون ها حداقل بازم بیشتر بود دمشون گرم. یعنی نوترون و الکترون هم وقتی اختلافش مطرح میشه توی یه اتم خنسا، تو که میدونی نوترون بزرگتر مساوی پروتون، اصلا هسته اینجوری پایدار شده که حداقل اندازه پروتون ها نوترون داریم. خب بابا پروتون الکترون با هم برابر نیستن تو اتم ها، پس نوترون ها قطعا بزرگتر مساوی الکترون ها هستن. هیدروژن رو میگم بذارید کنار. پس تو اتم خنسا اختلاف نوترون رفقای گل من و الکترون همیشه خدا هیدروژن رو بذارید کنار میشه NMN های ای تو اتم خنسا. یه سوال شاه، من قدم از داداشم بلندتره، داداشم هم قدش از بابام بلندتره، من و بابام قدمون چه شکلیه؟ این منم این داداشم، حال داداشم از بابام قدش بلندتر، قطعا قدم من از بابامم. حتی این شبیه فرمه دالتون ها شده خانواده دالتون. رفقا من سوال بپرسم ازتون، اگر یون مثبت جلو شما بذارم، یون مثبت که خوندید بهشون کاتیون هم گفته میشه، خب من سوال بپرسم از شما بچه ها، میخوایم در مورد اختلاف نوترون الکترون تو یون مثبت صحبت کنیم. رفقا شما وقتی اتمتون تو دستتون بوده، منباخ کله بالا،
شما وقتی اتم تو دستتون بوده فهمیدید که نوترون‌ها بزرگتر مساوی الکترون‌ها. یه دقیقه تو چت کلاس به من بگید اتم‌ها چجوری میشن یون مثبت؟ دو حالت یون تشکیل میشه، یا الکترونی که بارش منفی رو از دست میده یه اتمی، یا الکترونی که بار منفی داره رو میگیره. من میخوام ببینم یون مثبت چه شکلی ایجاد میشه. تو چت به من بگید اتم چجوری میشه یون مثبت. خیلی سوال ساده ای، ولی نتیجهش واسه من مهمه. ببین بیا اینجا، خودت داری میگی اتم الکترون از دست میده بشه یون مثبت. حالا قربونت بشم من سوال ازت دارم، یارو وقتی اتم خنسا بود همه الکتروناش تو دستش بود، ما داریم میگیم نوترون بزرگتر مساوی الکترونه تو اتم خنسا. حالا ببین اگه قرار باشه یه چند تایی هم الکترون از دست بده، قبول داری بازم با خیال راحت این بار حتی مطمئن تر میتونیم بگیم تو یونای مثبت هم نوترون بزرگتر مساوی الکترون؟ اینو قبول دارین؟ میگم یارو وقتی خنسا بود، یعنی همه الکتروناش تو دستش بوده، نوترونا بزرگتر مساوی الکترونا. چه برسه به روزی که قربونت بشم حالا اومده الکترون هم از دست داده، یعنی باز هم میتونیم بگیم الکترونا کمتر از نوترونا. تو خنساش این شکلی بود، وای به حال اینکه یارو الکترون هم از دست داده، الکتروناش کمتر از اتمش هم شده. پس تو یونای مثبتتون قطعاً بازم اختلاف نوترون و الکترون معنیش میشه N منهای E. آقا یارو وقتی اتم بود نوترون ها بزرگتر از الکترون، حالا شده یون مثبت، یعنی از اون الکترون هایی هم که تو دستش بوده چند تاشو پرونده، دیگه با خیال راحت میگیم نوترون بزرگتر از الکترونه. باز هم اختلاف نوترون و الکترون میشه N منهای E. اما شما رفقای گل من تو چت همه تون جواب دادین، شاید همه نظرشون این بود الکترون میده، تا شما جواب دادید الکترون میده بشه یون مثبت. خب پس چجوری میشه یون منفی؟ خب منطقا وقتی میخواد یون منفی آنیون بشه الکترون میگیره. ببینیم تو یونای منفی چه شکلیه. شما بچه ها یون منفی که حالا خوندید تو علومتون بهشون میگن آنیون ها، برای تشکیل شدنشون اتم شما میتونه الکترون بگیره. برای تشکیل اینا اتم شما الکترون میگیره که بشه یون منفی. من سوال بپرسم شما، من قدم از داداشم بلندتر، پسرعمومم قدش از داداش من بلندتره، یعنی من از داداشم بلندترم، پسرعمومم از داداشم قدش بلندتره، من بلندتر قدم، من قدم بیشتر یا پسرعموم؟ میگه نمیشه قضاوت کرد. شما گفتم من از داداشم بلندترم، پسرعمومم از داداشم بلندتر، خب قد من یا پسرعموم؟ نمیشه قضاوت کرد. این چه ربطی به این موضوع داره؟ بچه‌ها شما در مورد اتم میتونید بگید آقا باز تاکید هیدروژن رو بذارید کنار، در مورد اتم ها میتونید بگید نوترون ها بزرگتر مساوی الکترون ها، اختلاف نوترون الکترون N منهایی. توی یون مثبت هم میگیم یارو وقتی اتم بود الکتروناش تو دستش بود، نوترون ها بیشتر از الکترون، وای به حال این که الان شده یون مثبت، یعنی الکترون از دست داده، بازم اختلاف نوترون الکترون N منهایی. اما اتم ها چجوری میشن یونای منفی آنیون؟ الکترون میگیرن. شماها میتونید به من تضمین بدید درسته تو اتم من نوترون ها بزرگتر مساوی الکترون، کسی هست تو جمع شما به من تضمین بده که اتم وقتی الکترون گرفت بازم نوترون ها بیشتر از الکتروناش باشن؟ میتونید مطمئن اینو اظهار نظر کنید که وقتی یارو اتم بود نوترون ها بزرگتر مساوی الکترون، حالا شده یون منفی، آها یعنی الکترون گرفته. بچا نمیشه مطمئن قضاوت کرد. چرا نمیشه؟ چون این شده یون منفی، الکترون گرفته. از کجا معلوم اونقدی الکترون نگرفته باشه که دیگه تو یون منفی آنیونی که جلوت گذاشتن الکترون ها بیشترن نوترون ها شده باشن؟ شر قضیه اینجاست که وقتی اتمی الکترون میگیره میشه یون منفی، قربونت بشم من و تو مطمئن نمیتونیم اظهار نظر کنیم که وقتی الکترون گرفته آقا کماکان نوترون ها بیشترن. نمیشه، شاید اونقدر الکترون گرفته که الکترون ها بیشترن نوترون ها شدن. پس تو یونای منفی اختلاف نوترون و الکترون تو سوالات هر دوی اینها میتونه براش بررسی بشه. اون عدد یعنی چی؟ مثلا به ما میگن در یه یون منفی اختلاف نوترون و الکترون 5، یعنی ما دو بار سوالو حل کنیم. منواخ به خدا باید انگار دو بار سوالو حل کنیم خیلی وقتا. یعنی یه بار اون اختلاف نوترون و الکترونی که توی یون منفی مثلا دادن 3 تا رو رفقای گل من بگیریم N منهای E مساوی 3، یه بار با این نگاه مسیر رو ببریم جلو، یه بارم بگیریم E منهای N مساوی 3 با این مسیر بریم جلو، که حالا تو تمرین‌ها بهتون یاد میدم آقای مهتوی خب کدوم اینا درسته، ما کدوم رو معیار قرار بدیم.
پس یه بار تاکید کنم نسبت به چیزی که تو این دوتا اسلاید یادتون دادم، دو تا نکته آخر فوق العاده مهم. یک، اختلاف نوترون و پروتون. هیدروژن رو بذاری کنار، تو بقیه اتم ها نوترون ها بزرگتر مساوی پروتونان. پس وقتی میگه اختلاف نوترون و پروتون یعنی NMN های P. هیدروژن رو بذار کنار. اختلاف نوترون و الکترون تو اتم خونسا همون جوری که NMN های P، پس اختلاف نوترون و الکترون هم NMN های E، چون اتم خونسا الکترون پروتون پروتونش برابر. بعد تویی که میگی تو اتم خونسا نوترون بزرگتر مساوی الکترونه، وقتی یارو شده یون مثبت الکترون پرونده، پس بازم مطمئن میگیم NMN های E، یعنی نوترون ها بیشتر از الکترون ها، چون یارو الکترون هم از دست داده. اما کثافتکاری قضیه تو سوالات یونای منفیه، تو یون منفی، چون اتم شما اومد الکترون گرفته، میگیم از کجا معلوم؟ شاید اونقدی الکترون گرفته که الکترون منهای نوترون شده اون اختلافی که سوال گفته، شاید هم کماکان علی رغم الکترون گرفتن الکترون ها کمتر از نوترون ها باشن، یعنی مجبور باشیم به NMN هایی فکر کنیم. یاد میدم بهتون که کدوم یکی از این دوتا نگاه تو سوالات کمکتون میکنه. تا بریم دو جزوه. بچه ها تندی با من بیا جلو، یه تمرینم با هم بررسی بکنیم، بعد در مورد نماد اتم هم که در واقع تو ذهنمون هست، اون چیزی که پایین سمت چپ نشون میدیم، رفقای گل من، بار هستمونه. چرا میگیم بار هسته است؟ مگه پروتون یا الکترون رو نشون نمیده؟ یعنی پروتونی که بارش مثبتی یا الکترون رو نشون میده دیگه، نشون دهنده ذرات بارداره. این چیزی هم که بالا نشون میدیم عدد جرمیه، یعنی جمع نوترون ها و پروتون ها. خواهش میکنم نسبت به این موضوع دقت داشته باشید بچه ها. به لحاظ بار مطمئنم همتون بلدید الکترون براش بار منفی در نظر میگیرن، برای پروتون بار مثبت در نظر میگیرن، نوترون هم خنثیه. این رو تو شیوه نمایشی هم رعایت میکنن. نگاه کنید لطفا، برای نمایش شما شاید الکترون پروتون نوترون رو اولین باره میبینید این شکلی نمایش میدن. تو تمام کتابای دانشگاه این شکلی نمایش داده میشه، این ذرات بنیادی. به چه شکلی؟ بچه پایین سمت چپ میان بار رو قرار میدن، بار نسبیش رو. واسه همین پایین سمت چپ نوترون تو شیمی صفر میذارن که بگن ذره خنثیه، پایین سمت چپ پروتون بار مثبت یک بار نسبیش رو قرار میدن، پایین سمت چپ الکترون هم بار منفی یک. پس پایین سمت چپ چی میذارن؟ بار نسبی یارو رو. بالا سمت چپ میخوان الکترون پروتون نشون بدن، جرم نسبی نشون میدن. یعنی چی جرم نسبی؟ دیدی میگن شهاب یارو اخلاقش صفر و یکیه؟ شهاب شنیدی؟ دیدی مثلا میگن طرف صفر و یکیه؟ اصلا شما میگم دیده آدمای صفر و یکی چه شکلی هست؟ آدمای ایدئالگران یا فلان چیز یا اصلا نمیخوام کلا. به نظر من این به نظر من اخلاق خوبی نیست. یعنی باید تلاشمون رو بکنیم هر چی بالاتر بیایم بهتر. تو شیوه جرم نسبی الکترون پروتون نوترون رفقای گل من یه نگاه صفر و یکی دارن. حالا میخونیم با هم دیگه جرم دقیقه اینا چقده، ولی این فعلا تو ذهنتون باشه. پروتون نوترون خیلی سنگین ترن نسبت به الکترون. اصلا میگن آقا جرم اتم وابسته است به پروتون نوترونش. انقدر کل میخواد یه مثال بزنم بچه‌ها؟ مثلا من میرم رو ترازو، ترازو نشون میده مثلا 125 کیلو. شاید ماشاءالله تخته داداش آفر. ترازو نشون میده 125 کیلو. شاید نمیخندی بگم بچه‌ها صبر کنید من ساعتمو در بیارم. یعنی ساعتت چه تأثیر رو جرم؟ بچه‌ها حکایت جرم الکترون همینه ها، رو جرم اتم. اصل جرم اتم به پروتون نوترونشه. واسه اینکه تو شیمی بگن آقا پروتون نوترون جرمشون خیلی بیشتر از الکترونه، ببین جرم نسبی رو که بالا سمت چپ نشون میدن چجوری میذارن واسه الکترون، میگن صفر. شهاب، شهاب یعنی همتون، همیشه این جمله رو از همتون یه شهاب درونی دارید، پس خواهشان عوض شهاب درون شما رو من صدا میزنم. بچه‌ها این الکترون که بالا سمت چپش میذارن صفر معنیش این نیست وزن نداره ها، جرم نسبیشه. یعنی نسبت به پروتون نوترون که سنگین ترن جرم نسبیشون رو یک میگیریم، الکترون صفر. این معنیه این نیست الکترون پروتون یک گرمه ها. حالا جرم دقیقشون رو میخونیم با هم جلوتر. این جرم نسبیه، این معنیش نیست الکترون جرم نداره صفره ها، جرم نسبیش نسبت به پروتون نوترون که تقریبا جرمشون یکیه، اگه اونا یکن این صفره. پس این شیوه نمایش ذرات بنیادی هم پایین سمت چپ بار نسبی، واسه همین نوترون صفر، الکترون منفی یک، پروتون مثبت یک، پایین سمت چپ بار نسبی، بالا سمت چپ جرم نسبی، الکترون که خیلی سبکتره صفر جرم نسبیش، پروتون نوترون هم جرم نسبیشون یک که بگیم خب سنگین تر از الکترون هستن. این هم در واقع توضیحات من روی این اسلاید. یکی دوتا نکته ساده تر هم تو اسلاید بعدی داریم.
در واقع شروع کنیم در مورد اونا صحبت کردن. عرض کردم اینکه این نمایش میدن به صورت کلی از واژه element به معنی عنصر گرفته شده، تو ذهنتون باشه لطفاً رفقای گل من. از به حضور گلتون که نماد هر عنصر رو که بخوان نمایش بدن تو شیمی یا با یک حرف نمایش میدن یا با دو حرف، و حتما اگر عنصر شما دو حرفی باشه حرف اول بزرگ، حرف دوم به صورت کوچیک اگه وجود داشته باشه. یعنی ما هیچ موقع حق نداریم فرضاً آلومینیوم رو این شکلی نشون بدیم. شاید بخندین این خواه این که خیلی زایه است رفقا، به والله سوال کنکور 1400 همین بود. کوبالت اومده بودن حرف دومشو کوچیک گذاشته بودن سال کنکور 1400، حرف دومشو بزرگ گذاشته بودن، یعنی سی بزرگ او بزرگ ام ان ام بزرگ ان بزرگ. اینا سوالات کنکورهای سالهای اخیر بوده، اینا غلطه ها. اگر اتمی دو حرفیه، حد اکثر دو حرفی، سه حرفی، چهار حرفی، دری بری ها، هر جا دیدین غلط، حد اکثر دو حرفی، تازه اونم حرف دوم کوچیک. پس خواهش میکنم تو ذهنتون باشه فرضاً آلومینیوم رو ما باید این شکلی نمایشش بدیم. در مورد نکته نو هم که مفصلاً هفته آینده و زنگ بعد میخوایم شروع کنیم صحبت کردن، که ساختار کلی اتم رو تو مدل کوانتومی، آخرین مدل اتمی که تو کتاب درسیمون آموزش داده بررسی میکنیم، در مرکزیتش پروتونا و نوترونا هستن رفقای گل من. حجم خیلی کمی داره ولی جرم خیلی زیادی داره هسته اتم. پس فوق‌العاده تو ذهنتون باشه که چگالی بالایی داره، توی فضای خیلی کوچیک جرم خیلی بالایی داریم و الکترون‌ها تو لایه‌های پیرامون هسته قرار می‌گیرن که به صورت کامل قاعده آفبا مدل کوانتومی، یعنی اون در واقع هم ساختار لایه‌ای اتم‌ها هم اون ترتیب پر شدن لایه‌ها و زیر لایه‌ها، تو قاعده آفبا برای شما بحث و بررسی میشه. پس تا الان من و شما یاد گرفتیم بالا سمت چپ اتم عدد جرمی جمع نوترون پروتون، پایین سمت چپ عدد اتمی پروتون، و تو اتم خنثا الکترون. شناسنامه عنصرتون پروتونه. اختلاف نوترون و پروتون همیشه انمن هایپی هیدروژن رو بذارید کنار، اختلاف نوترون و الکترون دیدید پارو ترمز. تو اتم ها و یونای مثبت انمن هایی، تو یون منفی میگم از کجا معلوم؟ شاید الکترون ها بیشتر باشن. پس هم انمن هایی هم ای امن های ان. در مورد شمردن نوترون ها هم که خیلی زایه است دیگه، اختلاف عدد جرمی و عدد اتمی به شما نوترون میده. برای نمایش عناصر یا یه حرف یا دو حرف، تو حرفی هم حتما حرف دوم کوچیک در واقع انتخاب میشه. و اینکه حالا ساختار اتم چه شکلیه، لایه چیه، ترتیب پر شدن لایه ها و زیر لایه ها چه شکلی، هم که تو نکته 9 میبینیم مفصلا در موردش صحبت میکنیم. فقط من به عنوان آخرین نکته این زنگ یه چیز بهتون بگم رفقای گل من، حواستون به این باشه. مثلا به شما میگن یون ایکس دوباره مثبت، مثلا فرضاً میگن 25، بذارید میگن یون ایکس دوباره مثبت. اصلا فعلا شلوغش نکنم اون نکته‌ای که میخوام بهت یاد بدم. یا مثلا میگن یون ایکس چه میدونم سه بار منفی. شما چه اظهار نظری در مورد پروتون‌ها و الکترون‌ها میتونید بکنید؟ بچه ها سوال بدیهی و ساده من، آیا میتونم بگم مثل اتم‌های خنثی پروتون الکترون برابره؟ این سوال منو پاسخ بدید. میتونم ادعا کنم که آقا توی اینا الکترون پروتون برابر؟ خب جواب این سوال معلومه منفیه. حاجی خودت داری میگی مثبته، خودت داری میگی منفیه. خب اگه خنسا بود الکترون پروتون برابر بود. میخوام این نکته رو تو ذهنتون داشته باشید، همین الانم یادداشتش کنید که آقای مهدوی خب قبول پروتون الکترون برابر نیستن، ما با دیدن بار چه ارتباطی میتونیم بین پروتون و نوترون برقرار کنیم؟ بچه‌ها این خیلی نکته ساده ولی خیلی هم مهمه. همیشه رفقای گل من این تو ذهنتون باشه، اینجا واسهتون مینویسم، تو این دو تا مثال هم پیادهش میکنم. همیشه پروتون منهای الکترون مساوی بار شماست. یعنی اگر یون مثبت، الان می‌خوایم زنگ بعد تمرین کنیم ها، الان میگه یون سه مثبت، یون یه مثبت، یه منفی، دو منفی، آن نتیجه گیری که بار اتم برای شما داره پی من های ایه. پس همیشه یادتون باشه که پروتون من های الکترون مساویه باری که برای یون شما قرار میدن. اینجا هم همینطور، منفی مثبت نداره، پروتون من های الکترون حالا بارش منفی بوده مساویه باری که یونمون داشته. منطقی هم هست دیگه بچه‌ها، یه دقیقه نگاه کنید، وقتی یارو دو مثبته یعنی بالای مثبتش بیشترن، پس پروتون منهای الکترونش معلومه میشه دو، یعنی پروتوناش انگار دو تا از الکتروناش بیشتره. یعنی میخوام بگم این خیلی هم حفظی نیست بار رو اینجوری بتونید رابطه واسش بنویسید. یا یونی که سه منفیه، چرا میگیم پروتون منهای الکترونش منفی سه؟ یعنی ادامون برای اینه که پروتونا رو منهای الکترونا کنیم سه تا کم میاد، یعنی الکترونا انگار سه تا بیشترن. منطقیه یون سه منفی باید هم همچین ویژگی رو داشته باشه. پس نسبت به نمایش بار هم رفقای گل من دیگه نباید هیچ
استرسی داشته باشین، چجوری رابطهشو بنویسم. تموم شد رفت. یونو در واقع مثبت یا منفی جلوتون گذاشتن، پی ام ان های مساوی بار، فقط بار با علامت. ببین بابا من نوشتم مثبت 2 منفی 3، پروتون منهای الکترون مساوی باری که یونتون داره. با امید خدا یه یروبی استراحت داشته باشین، به موقع دارم میگم دیگه، یه یروبی استراحت داشته باشین، سرحال چیک و پیک، یا سر صورتتون بزنید، یه لیوان چای، یه لیوان چه میدونم قهوه، شیر، هر چی، یه لیوان آب. فقط نه کله پاچه بزنید آقا، با چشای مثلا خوابالو بیاد سنگین بشید بیسک، یه استراحت کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم از این چیزایی که یاد گرفتیم تمرین حل کنیم، ببینیم شرایط چجوریه. فعلا خسته نباشید. به نام خدا، عرض سلام مجدد. امیدوارم که سرحال، ردی فور انرژی آماده باشین که بحث کلاس زنگ دومونو ببریم جلو. فقط رفقا، چون هفته اوله، باز من اینو تاکید کنم که حتما در ابتدای کلاس شاب کلمه حاضر رو باید تو، آره، چون بحث حضور غیابتون انجام میشه، خدای نکرده غیبت اگه داشته باشین به خانواده اطلاع داده میشه. حالا بند خدا تو پای لپتاپ و موبایل داری کلاس رو میبینی، 8 صبح بلند شدی داری کلاس رو میبینی، صرفا به خاطر یه حاضر که نظری زنگ بزنه خونه خیلی زایه است. قبول داری؟ پس لطفا این کلمه حاضر رو حتما بچه اول کلاس بزنید. وسط کلاس اوکیه، میدونیم هستین، در شروع کلاس کلمه حاضر رو همه تون بچه هم نگرش هم تاملن لطفا در واقع بزنید برای ما. عرض به حضور گلتون که این زنگ میخوایم اون چیزی که یاد گرفتیم با هم در موردش صحبت کردیم و رو تمرین ببریم جلو. باز تاکید میکنم رفقا، مهمترین بخش کلاس امسال ما تمریناتیه که حل میکنیم، پس توجهی که موقع یاد گرفتن مطلب دارید دمتون گرم، 10 برابرشو موقع حل تمرین با تمرکز بیاید در واقع تو فضای کلاس. بریم جلوتر بچه‌ها. اولین تمرینمون سوالی بوده که در مورد همین ذرات بنیادی بوده، یه چند تا تمرین حل کنیم این ذرات بنیادی، اختلاف پروتون نوترون و الکترون نوترون و بار چجوری معنی پیدا میکنه، اینا رو شروع کنیم با هم بحث و بررسی کردن. ببینید بچه ها، شما باید یاد بگیرید اطلاعاتی که تو سواله رو رابطه ریاضی واسش بنویسید. یعنی چی آقای مهتبی؟ بچه ها ساده ترین اطلاعاتی که تو این سوال داشتیم، شب نوشتن منو ببینن، ساده ترین اطلاعاتی که داریم این چیزیه که بالا سمت چپ نشون دادن که عدد جرمیه. این n به علاوه p بوده رفقای گل من که مساوی 45 بوده، یعنی دیگه باید حتما به عنوان اولین آیتم همیشه خدا عدد جرمی و رابطه جمع n و p مساوی عدد جرمی رو به عنوان این رابطه ریاضی ساده ترین چیزی که میتونیم برداشت کنیم از نماد اتممون بنویسیم. از طرف دیگه بهمون گفته یونمون چیه بچه‌ها؟ 3 مثبت. بچه‌ها در مورد بار زنگ پیش بهتون توضیح دادم، باز تاکید کنم که پروتون منهای الکترون همیشه با باری که یونتون داره برابره. پس رفقای گل من، اگه بارش مثبت 3، یعنی پروتون منهای الکترون مساوی مثبت 3. این نتیجه بود که رفقا من از 3 مثبت بودن گرفتم. باز تاکید میکنم الان تو سوالای بعدی باز اینو داریم، انتظار دارم همتون اینو یه رابطه ریاضی برای بار یونتون در واقع بتونید بنویسید. حالا چی گفته؟ گفته اختلاف نوترون و الکترون برابر 6. رفقا در مورد اختلاف نوترون و الکترون خواهش میکنم حواس جمع باشید. این اختلاف، منو نگاه بچه ها، این اختلاف نوترون و پروتون نیست همیشه بگیم آقا هیدروژن رو بذاریم کنار NMN های P. اختلاف نوترون و الکترون یه ذره پاور رو ترمز. باز با هم مرور کنیم، هیدروژن رو بذاریم کنار، تو باقی اتم ها نوترون بزرگتر مساوی الکترونه، پس در اتم اختلاف نوترون و الکترون همیشه NMN های E. باز میگم هیدروژن رو بذارید کنار. حالا اگه یون مثبت بشه، زنگ پیش گفتیم آقا الکتروناش کمتر از حتی اتم هم شده، آقا تو اتم ان منهای ای دیگه، وای به حال اینکه یارو یون مثبت شده باشه. پس بچه‌ها چون ایشون یون مثبت بوده، یعنی کاتیون بوده، با خیال راحت اختلاف نوترون و الکترون ان منهای ای معنی پیدا میکنه. پس اختلاف نوترون و الکترون تو اتم ان منهای ای، تو یونای مثبت هم ان منهای ای، توی اونای منفی که تمرینای بعدیمونه میگیم یه کوچولو دقت، شاید اونقدی الکترون گرفته که ایمن های ان معنی پیدا کنه، در مورد اون صحبت میکنیم. پس رابطه سوم ریاضی هم که میتونستیم تو این تمرین بنویسیم، اختلاف نوترون الکترون تو اتم و یونای مثبت همیشه ان من های ای. بچه ها الان نماد اتم و اطلاعاتی که سوال بهمون داد رو تبدیلش کردیم رفقای گل من به سری رابطه ریاضی. حالا من میخوام شما رو این قسمتش فکر کنید، شروع کنید بچه ها. بهترین جمله‌ای که میتونم به کار ببرم، با این رابطه ریاضیایی که نوشتید ور برید، یعنی مثلا سعی کنید یکی رو بر حسب اون یکی بنویسید، بعد جایگذاری بکنید جای اون، یعنی یه جوری با این رابطه ها ور برید. سوال ازتون چی خواسته؟ برگشته گفته مجموع ذرات زیر اتمی آن کدام است، منظورش یون است.
میگه در مورد این یون شما مجموع ذرات زیر اتمی کدومه؟ ذرات زیر اتمی شامل چیه؟ نوترون، الکترون، پروتون. باید الکترون، پروتون، نوترون رو بشمارید، این رابطه های ریاضی رو شروع کنید باهاش ور رفتن. دستگاه شاید لازم باشه حل بکنید. یه ذره سعی کنید با این رابطه ها بازی کنید ببینم نوترون، الکترون، پروتون کسی میتونه از این در بیاره. من یه یک دقیقه فرصت میدم، اگر کسی مجموع نوترون، پروتون، الکترون رو تونست به یه عددی برسونه لطفاً اون عدد نهایی رو واسه من اعلام کنه. نمیخوام بگی بابا نوترونش انقدر، پروتونش انقدر، الکترون ایون انقدر، جمع این ستا رو اگر کسی تونست به دست بیاره لطفاً به من اعلام کنه تو چت کلاس. من یک دقیقه هم فرصت میدم، شاب تایم یه دقیقه رو بده. خب یکی از رفقای گل فقط یه سوالی داشت، حنانه بود، گفتی داستان زیرلایه‌ها اینا رو جلوتر می‌خونیم، دغدغه‌ای نداشته باشید. بیاید اینجا رفقای گل من. من اگر بخوام اینا رو یه خورده رابطه‌های خوشگلی کنم که یکی بتونم بر حسب اون یکی بنویسم، با اجازه شما مثلا خیلی کارا میشه کردا. مثلا رفقای گلم میام این الکترون رو میبرم اون طرف، در واقع سه رو میارم میبر، الکترون رو میبرم اون طرف که پروتون منهای سه مساوی الکترون بشه. چرا من الان این کار انجام دادم؟ چون الان جای الکترون تو محاسباتم میتونم بنویسم پی منهای سه. پس با اجازه رفقای گلم اینجا میام همین حرکت رو میزنم، جای این الکترون پی منهای سه رو قرار میدم که این رابطه هم چه شکلی میشه بچه ها؟ جای الکترون اگر بذارم پی منهای سه میشه نوترون منهای پروتون. شب نوشتن منو ببینن، منهای منفی سه که میشه رفقا به علاوه سه مساوی 6. حالا اگر عددهای طرف باشه ان منهای پی شما رفقای گل من مساوی میشده با 6 در واقع منهای سه بره اون طرف سه. شما الان پس رفقا، آقایون، خانوما، یه رابطه پیدا کردید n منهای پی مساوی 3، یه رابطه هم پیدا کردید n به علاوه پی مساوی 45. حالا میتونید بین اینا دستگاه حل بکنید. همین الان بچه ها شما اگر بیاید این دوتا رو با هم دیگه جمع بزنید، پی و پی تون با هم دیگه ساده میشه. یعنی اون چیزی که براتون میمونه چیه بچه ها؟ پی و منفی پی ساده میشه، نوترون به علاوه نوترون، یعنی در واقع دوتا نوترونتون مساوی میشه با 45 به علاوه 3، یعنی دوتا نوترونتون میشه 48. و نوترون شما به عنوان اولین ذره بنیادی یا زیر اتمی که تونستید بشمونیدش میشه 48 تقسیم به 2، 24. این اولین ذره بنیادی نوترون ها شد 24 تا. بچه ها از اینجا به بعد با خیال راحت میتونید بقیه رو حساب بکنید. چطور رفقای گل؟ خب مگه جمع نوترون پروتون نمیشده 45؟ شمایی که میگی فهمیدم نوترون ها 24 تا بوده، پروتون ها چند بوده که با 24 شده 45؟ میشه 45 منهای 24، یعنی در واقع پروتوناتون میشده 21. پس اینم دومین ذره بنیادی که محاسبه شد، پروتوناش 21. الکترون ها رو هم راحت میتونیم بشماریم، مگه پروتون منهای الکترون نبوده 3؟ داداش تو که پروتون رو درآوردی دختر گل، 21 منهای الکترون میشده مثبت 3. پس در واقع 21 منهای 18 بوده که بوده مثبت 3 دیگه. پس الکتروناتون میشده 18 تا. که همونجوری که شما رفقای گل خیلیاتونم عالی به جواب رسیده بودین، 21 و 24 رو جمع میکنیم میشه 45، 18 تا هم بهش اضافه کنیم مجموعاً میشه 63 ذره بنیادی. این سوالو خیلی عالی حل کرده بودین. اما بچه ها یه سری ها این سوالو که حل میکنن به جواب 66 میرسن. چرا؟ داشتیم شاب تو جوابا؟ چند تا 66 داشتیم؟ بچه ها، آقایون، خانمای گل، حالا 63 درآوردی اوکی، ولی اینم دریاب، حواست به اینم باشه یه موقع ممکن بود جواب این سوال 66 بشه که آقای مهدوی یا بچه‌ای که 66 در آوردن به چی اشتباهن فکر کردن. بچه‌ای میگه مجموع ذرات زیر اتمی آن کدام است؟ حالا من تاکید کردم آنه داره برمیگرده به یونه. اون رفقای گلی که اومدن 66 مردن گفتن پروتوناش 21، نوتروناش 24 تا، ایول اینم اتم خنثای پروتون الکترون برابر الکترون هم گذاشتن 21 که جمعش شده 66 نهایتا. رفقا این میگه ذرات زیر اتمی آن، وقتی داره در مورد یون توضیح میده این آن برمیگرده به یونه. پس نباید اینجا فکر میکردیم خب الکترون پروتون که تو اتم خنثا برابرن 21 هم الکترون ها. اگر میگفت مجموع ذرات زیر اتمی اتم آن کدام است، یعنی تاکید میکرد آقا واسه اتم حساب کتاب کن، اون موقع الکترون‌ها رو 21 می‌شمردیم اندازه پروتون‌ها، چون اتم خنثی ای و پیش با هم دیگه برابره. پس امیدوارم همتون متوجه شده باشین که اگر به جواب 66 می‌خواستیم برسیم چه زمانی بود؟ زمانی بود که در مورد اتم آنیون سوال می‌پرسید.
اینجا خودشو پرسیده، پس الکترونش قطعا با پروتونش مساوی نیست، 3 تا کمتره، 18 تا الکترون. یه چند ثانیه وقت بدیم بچه های اسکرین بگیرن یا بنویسن هر کسی جا مونده. خب این هم تمرین اولمون، امیدوارم که ریاضی نوشتن اطلاعات شیمی سوال رو یاد گرفته باشین، تو سوالای بعدی هم با تمرین میکنیم. بریم سر وقت تمرین دو. رو جمله اولش فکر کنید، رو جمله اولش فکر کنید درست یا نادرست بودن این جمله رو مشخصا به من اعلام کنید. شهاب 20 ثانیه هم بیشتر وقت نده واسه این، صحیح یا غلطش رو تو چت کلاس اعلام کنید. بدوین با دقت، بیا اینجا با همه حواس جمعت بیا اینجا. میگه کاتیون کوبالت در طبیعت معمولا دوباره مثبت، خب دمش گرم، پس دو مثبت بعد دو مثبت نمایش دادنش کاملا درسته. خودش میگه دو مثبت باید باشه کاتیون ایون. اگه هستش 27 تا پروتون داره رفقا، این زد یعنی عدد اتمیشه، پس این 27 هاج خانم، هاج آقا، رفیق اصلا به این ربطی نداره که ایون مثبت یا منفی، ها پروتوناش که فرقی نکرده، پس عدد اتمیش همون 27. بعد میگه تو فرض کن 32 تا هم نوترون داره. میگم خب ای بل آ که عدد جرمی بود میشد جمع نوترون ها و پروتون ها، پس جمع نوترون پروتونش 27 به علاوه 32 بوده، یعنی در واقع عدد جرمیش هم باید 59 در واقع در نظر بگیریم. بالا سمت چپش عالی 59 گذاشته. بعد یه دقیقه نگاه کنید لطفاً، این یون شما یه یون دوبار مثبت بوده. یکی از رفقای گل ما هم سوال پرسیده بود آقای مهدوی یه بار دیگه پی ام ان های ایو توضیح میدی مساوی بار. بچه‌ها تو یون های مثبت و منفی کلا تو یون ها رابطه پروتون الکترون پی ام ان های مساوی باره، یعنی هر زمانی شما بار یون داشته باشید پی ام ان های ایتون رو انگار عددش رو دارید، که اینجا چون دو مثبت بوده پروتوناش که میشده 27 تا، 27 منهای الکترون مساوی باری بوده که خب مثبت 2، خب پس بدیهیه که الکتروناش میشده 25 تا، 25 تا الکترونش هم کامل درست نشون داده، همه چی اوکی. فقط این اومده تو شیوه نمایشی کوبالت بزرگ نمایش داده جفت اتم ها رو. چرا من میگم جفت اتم ها؟ چون وقتی جفت حرفا بزرگه اصلا این دو تا اتم مجزاه، این داره میگه کربن و او، کربن و اکسیژن. اگه دختر گل پسر گل کوبالت دو مثبت میخواست نشون بده باید حرف دومو کوچیک میذاش. اصلا شوخی بردار نیست این نکته، خیلی بدیهی، خیلی ساده، ولی تو کنکور سراسری 1400 میگم همین کوبالتو پرسیده بودن. پس خواهشن با دقت خوب، حتی خیلی بچه ها گفته بودن غلط ها، دمشون گرم، دقت ها خیلی خوب بوده. بریم رو جمله دوم. بریم رو. پس این غلط شد آی جانمونی، غلط اینه، این باید می بود اینجوری 27.59، حرف دوم کوچیک. بریم جمله دوم با دقت 20 ثانیه شما. خب ببینیم چی جواب دادن رفقای گل ما. ببینیم اونایی که شیشتونگ تلن تو کلاس ما کیا بودن تو این سوال، جواب میتونیم ببینیم نظر بچه ها رو. خب بیا پایین از اونجایی که جواب اومده 63 که آه. خب درست غلط بیا پایین تر داریم باز. خب گوشه ای از قطره ای از دریای دانش آموزا. خب بیاد اینجا کله بالا. حاجی حضرت عباسی قسم آیه نخوردم اگر نمیدونم سه حرفی نشون دادن چرت و پرت دریوریه. آقا جون قربونت بشم، کالیفرنیام هر کوفتی هست نمادش، فدا سرت که بلد نیستی، اصلا جز اون بخشی از جدول نیستش که تو بخوای بدونی نمادش چیه. CLF نیست هر چی باشه، حالا تو جدول تناوب اینو CF نشون دادن، ما سه حرفی اصلا نداریم رفقا. آها یعنی همین، به خدا یعنی همین، بقیه چیزاش اتفاقا اوکی بوده. رفقای گل من بقیه چیزاشو دیدن درست، حواسشون به این که این سه حرفی ما، آقا ما سه حرفی نداریم، یا یه حرفی یا دو حرفی، تازه دو حرفی حرف دوم کوچیک. کالیفرنیوم شما اسمش چقدر با کلاسه، قبول داری بچا اونسرام خوش شانس بعد شانس داره، مثلا یارو اسمش شده یوت، عنصر داریم یوت زارت یوت کالیفرنیا، اینا هم باز خوش شانس بعد شانس دارن، کالیفرنیا آره اختلاف طبقاتی دارن، یوت زارت کالیفرنیا.
حالا کالیفرنیام 153 تا نوترون داره، عدد جرمیش 251. پس قربونت بشم، عدد جرمیشو خیلی خوب نشون داده و تو خیلی خوب فکر کردی که اختلاف عدد جرمی و عدد اتمی میشه نوترون ها. پس اگه قربونت بشم با این دقت خوبت گفتی 251 این آیا 251 که عدد جرمیش بوده منهای عدد اتمیش میشده نوترون، یعنی 153، خیلی عالی تشخیص دادی که این زدش عدد اتمیش، تعداد پروتوناش یا الکترونهای اتم خونساش میشده 98. اینم عالی بوده، یعنی از این جهت هم گیری نداشته. کثافت فقط سه حرفی بوده نمایدش، در واقع ایراد و اشکالش نمادش بوده. آها پش. یه جا ما اینو حل کردی پسرش گفت آقا این چیه اشتباه، من فکر کردم اشتباه تایپی بود. گفتم حاجی سوال به این قشنگی بگو، کیف کردم یاد گرفتم اشتباه تایپی بوده. یه غلط خودمون رو میخوایم همه حواس جمع شدین دیگه، تا خود کنکور اینو سوتی ندین ها. یادتون باشه احساسی که بعد فهمیدین غلط بودنش چقدر جذاب بوده پیدا کردین، حواستون باشه تهش دو حرفی، تازه دو حرفی حرف دوم کوچیک. خب پس از اینجا بعد همچین دقتی باید تو سوالا داشته باشیم دقیقاً رفقای گل من. بریم جلوتر، بس این هم شد غلط دیگه چون صرفی نداریم. بریم جلوتر. به 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 تمرین سه، خوب گوش بدید، خوب گوش بدید. یکی از مهمترین نکته هایی که در واقع داریم، باز تاکید کردم الکترون نوترون اختلافش، بیاد اینجا. الان دیگه من از شماها انتظار دارم این 79 بدیهی باشه واسهتون که عزیز من n به علاوه p، انتظار دارم این که یارو سه منفیه بار یون رو بدونی، پی منهای ای میشه بار یونتون که منفی 3 بوده. اینا خیلی بدیهیه. کرمی که باز تو این سوال ریخته تفاوت نوترون الکترون رو داده. رفقا خواهش میکنم با حواس جمع، ما در مورد اختلاف نوترون الکترون چی گفتیم؟ گفتیم اگه اتم باشه که ان منهای ای هیچی، اگر یون مثبت یعنی کاتیون باشه بازم ان منهای ای هیچی. گفتیم اگه یون منفی باشه اوه 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 شره، مثل اینجا که سه منفی بوده شاید ان منهای ای معنی بده، یه وقتایی هم ممکنه به ای منهای ان فکر کنیم. فقط من میخوام یه نکته بنویسم رفقای گلم کیفشو ببرن. آقای مهدوی خب این یون منفی بوده، وو یعنی ما باید به جفت اینا فکر میکردیم. بچه‌ها تو یون‌های منفی هم یه وقتایی شما فقط ان منهای ای براتون معنی پیدا میکنه. بچه‌ها این نکته خیلی مهمه ها. من به تو میگم اولش گفتم تو یون‌های منفی یارو الکترون گرفته، شاید الکترون‌ها بیشتر از نوترون‌ها شده باشن، ولی الان میخوام بگم آقا حتی تو یون‌های منفی هم یه وقتایی فقط ان منهای ای معنی میده، عین اتما عین یون‌های مثبت. خب این خیلی خوبه اگه تو بتونی تشخیص بدی، به جای اینکه بخوای دو مسیر واسه سوال حل کنی یه مسیر سوالت حل میشه، یعنی همون ان منهای ای. کیاس که تو آنیونا ما فقط ان منهای ای، تو اتم و کاتیون که همیشه گفتم با هیدروژن رو بذارید کنار، کیاس که توی یونای منفی علی‌رغم اینکه میدونیم یارو الکترون گرفته بازم فقط به ان منهای ای فکر میکنیم. بیاید اینجا بچه‌ها، هر زمانی که با من تو جزوه‌تون بنویسید توضیح میدم، هر زمانی که اختلاف نوترون و الکترونی که تو سوال قید شد از قدر مطلق بار یونتون، یعنی اینجا که سه منفی قدر مطلقش میشه سه، بیشتر بود، بازم قربونت بشم فقط ان منهای ای رو واسش در نظر بگیر. شعب ببینیم اصلا تو این مثاله داشتیم اختلاف نوترون الکترون رو گفته چند، تفاوت نوترون ها و الکترون ها برابره ده. بعد بار یونمون آقا این شهاب، شهاب درونی توه حاج خانم، حاج آقا رفیق، بار یونمون چنده؟ قدر مطلقش میشه چند؟ سه منفی. قدر مطلق یعنی منفی رو بپرون دیگه. شهاب اختلاف نوترون الکترونمون دهه، قدر مطلق بارمون چنده؟ سه. پس اختلاف نوترون الکترونمون از قدر مطلق بار یونمون بیشتره، ده از سه چی تره بچه ها؟ بیشتر. پس این جزء اوناییه که اختلاف نوترون الکترون از قدر مطلق بار یونش بیشتره. میگم آخیش چقدر خوب، چون اگه این شکلی باشه علارغم اینکه یارو آنیونه باز هم شما فقط به ان منهای ای فکر کنید. اونایی که دوست دارن حفظ کنن که تموم شد،
اختلاف نوترون الکترونی که تو سوال میگن هر موقع از قدر مطلق بار یونشون بیشتر بود فقط نمنهای ای، یعنی اصلا تو این سوال به ایم انهای نمیخواسته فکر کنید. اما اونایی که دوست دارن بفهمن چرا این اتفاق افتاده، من این سوال بپرسم ازتون. بچه‌ها فکر کنید به این موضوع. منطقی یونی که سه منفیه، یعنی اومده سه تا الکترون گرفته، الکتروناش 10 تا بیشترن، نوترون شهاب میشه؟ یارو 3 تا الکترون اومده گرفته، ممکنه اون موقع الکتروناش 10 تا بیشتر از نوتروناش شده باشن؟ حالا عقل رو کار بندازیم. کسی که 3 منفی شده یعنی 3 تا الکترون گرفته، اگه قرار باشه الکترون منهای نوترونش بشه 10، یعنی الکتروناشو فرض کنیم 10 تا بیشتر از نوتروناشه، یعنی بچه‌ها اون اول کار یارو الکتروناش 7 تا بیشتر از نوترون بوده تو اتمه. اصلا همچین چیزی اصلا امکان پذیر نیست. پس اگه قراره یون 3 منفی تو الکتروناش 10 تا بیشتر باشن، کار بنداز. یعنی اولش اتمه الکتروناش 7 تا بیشتر بودن که با این ستایی که ما گرفتیم 10 تا بیشتر شدن از نوترونا. یا آقا اصلا اتمی نداریم که الکتروناش 7 تا بیشتر از نوتروناش باشه، که حالا که ستام بهش اضافه شده سه منفی، حالا الکترونا 10 تا بیشتر باشن. اصلا این با منطق ما جور در نمیاد. پس اونایی که دنبال فهمیدن این موضوع فهمیدنی هم هستا. آقا امکان نداره یارو با گرفتن سه تا الکترون الکتروناش 10 تا بیشتر شده باشن، چون این لازمش اینه که تو این یارو اتم ایکس الکترون ها 7 تا اول کار بیشترن که با این 3 تا الان 10 تا بیشترن. اصلا اتمی نداریم که الکترونش 7 تا بیشترن، اصلا اتمی نداریم که الکترون ها نوترون بیشتر باشن. هیدروژن رو بذارید کنار. پس رفقای گل من این نکته تو ذهنتون باشه. این خیلی کارو واسه به قول یارو گفتنی دیدیم این کارو واسه همون در میاره. تو یونای منفی این کارو واسه تون در میاره دونستن این نکته ها. چون تو یون منفی من به تو گفتم شاید یارو چون الکترون گرفته ایم ان های ان هم معنی بده واسه اختلاف نوترون الکترون. الان دارم بهت میگم اگه اختلاف نوترون الکترون از قدر مطلق بار یونتون بیشتر بود، اصلا این امکان پذیر نیست، فقط ان ام ان های ای. یعنی دختر گلم، پسر گلم، رفیق، باز هم فقط به ان من های ای برای اختلاف نوترون و الکترون که قید شده 10 فکر میکنیم. دوباره شروع کنید با اینا، با این رابطه ها ور برید. سوال ازتون چی خواسته بابا؟ سوال گفته عدد اتمیشو بگید، یعنی پروتون هاش رو قضاوت کنید. شهاب من میخوام بچه‌ها گزینه برای من بزنن، از الان 40 ثانیه فقط وقت میدم. شهاب گزینه بده بهشون، یعنی گزینه رو بزنید واسهتون. تو چت کسی جواب نده، گزینه بزنید. بدو این. خب. درصدا رو ببینیم. خب، خب، خب. 5 نفر اول. بچه‌ها این لیستی که ما نمایش میدیم بر اساس زمانه. یعنی 5 نفر اولی که پاسخ درست به این سوال دادن، خانم غزل، خانم نرگس، خانم آریانا، خانم جاسمین، آقا نیما. نیما شعبانی؟ او تو خندوانه نه او؟ نیما بود اسم آفرین. ولی آجی پسرها کجا؟ آجی قبضه کردن 5 نفر اولا. داریم پسر؟ بیا بالا، بیا بالا، بیا بالا، بیا بالا شعب. داریم یه چند. ولی پسر خورده حسین باری کلا، رفقای خورده حواس جمعتر. بیاد اینجا آقا با اجازه بزرگترها. نه شعب جان بله چی؟ من اینو پاک کنم بیام میخوام فضا واسه نوشتنم داشته باشم. بچه یه دقیقه سر بالا ببینم چه کردین. نصف بیشتر کلاس از نصف بیشتر پاسخ درست دادن. رفقای گلی که به جواب درست نرسیم میبینیم گیرمون چی بوده. بچه ها من گفتم سعی کنید با این رابطه ها بر برید، بر حسب هم بنویسید. پس من میتونم بگم آقا پروتون رو تنها کنم با اجازه شما، بد نیست این حرکت، که بگم آقا منفی ای لطفاً تشریف ببر اون طرف، میشه ای. پس پروتون بوده ایمن های سه. حالا من از این رابطه استفاده میکنم بچه ها، از پروتون ای مساوی، پروتون مساوی ایمن های سه. با اجازه شما مثلا اینجا جای پروتونش مینویسم ایمن های سه، جوری که این رابطم میشه ان به علاوه ای من های سه مساوی 79. پس چه شکلهای مختلفی میتونید تغییر بدینا؟ پس ان به علاوه ایمون مساوی بوده با رفقای گل من. یه نکته مهم دارم با من بیا جلو. 82 این یه رابطه بینه نوترون و الکترون، اینم باز یه رابطه که ما اول کار داشتیم بین نوترون و الکترون. الان اگه اینا رو با هم دیگه جمع بزنیم، ای و منفی ای با هم دیگه رفقای گل من ساده میشن. دو تا نوترونتون میشه چقدر بچه‌ها؟ 92. دو تا نوترونتون 82 و 10
92 میشه، که از اینجا نوترونهاتون میشه 92 دوم، یعنی 46. و مگه جمع نوترون و پروتون نبوده 79؟ پس اگر عدد جرمی که جمع نوترون پروتون 79 بوده، سر بالا، نوترونا رو هم شمردیم 46 تا، پروتوناش مشخصا میشده 33 تا، و گزینه درست همون گزینه بوده که 55% تقریبا از بچه‌ای که پاسخ دادن به جوابش رسیده بودن. فقط یه سوال، به نظر شما این سوال من سوال درستیه که آقا این پروتونای یون هست و این در مورد اتمه، در مورد عنصرش سوال پرسیده، پروتونای اونو بگو. این سوال من سوال درستیه به نظر شما؟ فکر کنید خورده؟ قطعا نه. آخه این چه سوال بیهوده ایه من میپرسم؟ آقا یارو یونه منفی باشه مثبت باشه، تغییر تو پروتونش ایجاد نشده که یون شده. پس یادتون باشه شما واسه یه یون نوترون یا پروتون رو میشمارید، به خدا واسه اتم هم همونه ها، فقط الکترونای یون رو میشمارید. حواستون باشه اتم اونقدر الکترون نداشته. یعنی بچه ها اگر بیاید الکترونای اینو بشمارید، فرزن ها مثلا پروتون منهای الکترونمون شده منفی 3، پس این پروتونای 33 تا بوده، الکتروناش بوده 36 تا. اگه الکترونای اتم رو میخواست نباید میگفتیم 36، باید میگفتیم نه خیر، اتم پروتون الکترونش برابر پروتونای 33 تا، الکتروناش هم 33 تا. الکترونه که بین اتم و یون مثبت و منفی تعدادش متفاوته، وگرنه پروتون و نوترون یون رو میشمارید انگار واسه اتمش مردید. دمتونم گرم، خیلی خوب جواب داده بونا، خیلی خوب بود، عالی. یه چند ثانیه اسکرین بدیم بچه‌ها. دیگه اون سوالی که پرسید دقیقاً رابطه ریاضیشو بنویسی به همون نتیجه‌ای که گفتی خواهید رسید. اون سوالی که پرسیدی رو خب بیاید اینجا. پس تو یونای منفی هم یه وقتایی سوال واقعا سوال چالشی نیست مثل این سوال. کجاها؟ کجاست که اختلاف نوترون و الکترون حتی یون منفی هم NMN های ای فقط براش معنی میده؟ جایی که رفقای گل من گفتیم مثل اینجا اختلاف نوترون و الکترون که 10 تا بود از قدر مطلق بار یونتون بیشتر باشه. حالا بیاید تمرین بعدی. شعاب این تمرین خیلی خوشگله. یعنی بچه ها انقدر تمرین قشنگیه، انقدر تمرین قشنگیه که اگه من دختر داشتم این تمرینه میومد خواستگاری دخترم میداد، یا اگه یه دختر خانم بود واسه پسرم میخواستم برم خواستگاری میرفتم نمیده. خیلی خوبه تمرینش، ماشاءالله همه چی تمومه. بیاد اینجا میگه که ببین الان من انتظارم اصلا انتظار زیادی نیست توی سری رابطه رو شروع کنی نوشتن بعد 3-4 تا تمرین، که N به علاوه P با من شروع کن اصلا نوشتن 32. یونم هم دو منفی بوده دیگه، بشینه تو مخ من و تو، پروتون منهای الکترون مساویه باره. فقط اینجا چی گفته رفقا؟ گفته آی اختلاف نوترون و الکترون برابر 2. اخ یونم هم یون منفیه. من گفتم توی یون منفی 60 بار نوشتم خسته نمیشم چون مهمه ها، توی یونای منفی اختلاف نوترون و الکترون شاید NMN های ای معنی پیدا کنه، شاید EMN های N. من تو تمرین قبلی چی گفتم تو نوشتی؟ گفتم حتی اگه یونت منفی بود، اگه اختلاف نوترون الکترون بیشتر بود از قدر مطلق بار یون، بازم فقط NMN های ای درسته. الان تو چت به من جواب بدید اینجا اختلاف نوترون و الکترون بیشتر از قدر مطلق بار یونمونه؟ جواب بدید ببینم. اختلاف نوترون الکترون بیشتر از قدر مطلق اگه اینجوری باشه بشکن میزنیم مثل قبلی میگیم NMN های ای. جواب بدید ببینم اختلاف نوترون الکترون از قدر مطلق بار یونتون بیشتره؟ شعب اختلاف بیا اینجا. شعب اختلاف نوترون الکترون چند داداش؟ خوش گفته تو. یونمون هم چند منفیه شعب؟ دو منفی. خب قدر مطلق این چنده؟ 2. شعب اختلاف نوترون الکترون بیشتر از قدر مطلق بار یونه؟ باهاشیه مساویه. درست میگن چون بچه ها اختلاف نوترون الکترون 2 تاست تو سوال قید شده، بار یونتون هم قدر مطلقش، آقا قدر مطلقی نگاه نکنید همیشه یه منفی از مثبت کوچیک‌تره، قدر مطلق بار یونتون منفی 2 بندازید تو قدر مطلق، یعنی در واقع ازش 2 میاد بیرون دیگه، منفیشو برمیداره قدر مطلق. بچه ها اختلاف نوترون الکترون از قدر مطلق بار یونتون بیشتر، اینجاست که میگه دلا بسوزه واسه توی دانش آموزی که یه موقع این سوالو بهت بدن. یعنی چی آقای مهدوی؟ یعنی بچه ها این باید هم به NMN های ای مساوی اختلافی که گفته فکر میکردیم، هم به EMN های ان. آقا مهدوی چی داری میگی؟ یعنی چون اینجا قدر مطلق بار یونمون که میشده 2،
و اون اختلاف نوترون الکترون میشده دو، چون اختلاف نوترون الکترون بیشتر از قدر مطلق باریون نیست، هر جفت اینا میتونه معنی پیدا کنه با عرض شرمندگی. بله آقا مهتبی، اصلا میدونی چی داری میگی؟ یعنی داری میگی طراح دو تا سوال تو پاچه من کرده، یه بار با مسیری که n منهای این مساوی 2، یعنی من باید به این فکر میکردم؟ آقا مهتبی یه بارم همه اون کارا رو با n به علاوه p مساوی 32، p منهای این مساوی بارش که منفی 2 بوده، یه بارم با e منهای n مساوی 2، یعنی اختلاف الکترون نوترون، یه بار اینجوری میدیدم. دقیقاً رفقای گل من، اینا دو مسیرشو باید پیش ببرید به شکلای مختلف، که نکته حالا خوشگلم اینجا داریم باهاتون در میون میذارم، تهش معلوم میشه کدوم جواب جواب درست شما بوده. من از شما یه خواهشی دارم، الان مطمئنم همتون متوجه شدین که چرا باید به هر دو مسیر فکر کنید، چون اینجا اختلاف رفقای گل من شب بیام اینور، چون اینجا اختلاف نوترون الکترون بیشتر از قدر مطلق باریونتون نبوده، مجبورید ای ام ان های ان و ان ام ان های بر جفتش فکر کنید. من از شما یه خواهشی دارم رفقا، یه بار این مسیر رو برید به جواب برسونید، به من پروتون این مسیر، و یه بارم قشنگ اصلا اونو ول کنید دیگه، بیایید اینو شروع کنید فکر کردن، پروتونای اینو بگید. من کاری ندارم سوال پرسیده نوترونای این یونه چند بوده، من از رفقای گلم میخوام پروتون های هر دو مسیر رو به من بگن. یعنی میخوام بگم آقا شما به من بگید ببینم از مسیر سمت چپ با فرض NML های مساوی 2 عدد اتمیتون چند میشده، از مسیر سمت راست چقدر. شهاب قشنگ یه 70 ثانیه هم وقت بده بهشون، چون قراره دو مسیر رو ببرن جلو. منتظر چتتون اما رفقا، دخترا، پسرا، بدوین. باز یه بار دیگه من به رفقای گلم توضیح بدم که چرا هر دو مسیر رو رفتیم، چون اختلاف نوترون الکترون از قدر مطلق باریونمون بیشتر نبود، حالا اینجا برابرش بود، ممکنه حتی کمتر هم باشه. این چیه شب اینجا من کشتم؟ این نماد چیه؟ داره گریه میکنه. دقیقا آقا گریه داره این آقا، خدای دو تا سال رفت تو پاچمون، گریه داره بچه ها. اگه تو یون منفی اختلاف نوترون الکترون از قدر مطلق باریونتون بیشتر نباشه، گریه داره، یعنی باید واقعا انگار دو تا سال جلومونه. شروع کنیم مسیر سمت چپ و جلو بردن. تو رو خدا سر بالا، چون بعضا دیدم تو جواباتون واسه پیدا کردن پروتون اشتباه شمرده بودین. یه دقیقه با دقت با همه حواس جمعیتون، میگه نوترون به علاوه پروتون 32. خب من باز تمام تلاشم و قربونت بشم باید انجام بدم اینا رو بر حسب هم بنویسم. مثلا بیام چیکار کنم بچه‌ها؟ بیام اینجا این رابطه رو این شکلیش کنم، بگم مثلا بچه‌ها این دوه بیاد این طرف، منفی الکترون بره اون طرف، یعنی در واقع الکترون من بشه NMN های 2. بعد از اینجا که الکترون من بوده NMN های 2، بیام اینجا استفاده بکنم، جای الکترونش بذارم NMN های 2، که اون موقع این رابطه من چه شکلی میشه بچه ها؟ میشه P من های N، بعد من های منفی 2، یعنی قربونت بشم به علاوه 2 مساوی بوده با منفی 2، که با اجازه تو این مثبت 2 بره اون طرف بشه منفی 2، این رابطه میشه پروتون من های نوترون بوده منفی 4. حالا باز خوشگلیش به چی شد رفقا؟ به این شد که یه رابطه خوب بین پروتون نوترون دارم، یه رابطه هم که عدد جرمی من بوده. اگر بیام این دوتا رو باز تأکید میکنم رفقا جمع بزنم، الان منفی n و مثبت n میره، دوتا پی شما مساوی میشده با چقدر بچه ها؟ 32 به علاوه منفی 4 یعنی 28، یعنی تو این مسیر پروتوناتون میشده 14 تا. حالا جدول تناوبی با هم یاد میگیریم، بهتون اینو آموزش میدم که عدد اتمی 1 تا 36 حتما باید بلد باشیم، که رفقای گل من اتم سیلسیومه که عدد اتمیش 14. ما تأکید میکنم اینکه پروتون ها 14، یعنی عدد اتمی 14، ما رسیدیم به سیلسیوم، چیزیه که جلوتر وقتی جدول رو یاد بگیریم نکاتشو بگم همتون بلد میشید. این مسیر سمت را، پس این مسیر گفت پروتون ها 14 تا. بذار بابا اون مسیر رو ببرم جلو. تو اون مسیرم باز کاری که مثلا میام انجام میدم اینه که این منفی n رو میبرم اون طرف، در واقع الکترونم میشه نوترون به علاوه 2. حالا از این الکترونی که شد نوترون به علاوه 2 اینجا استفاده میکنم، جای الکترون باز میذارم اینجا معادلشو نوترون به علاوه 2، که این اگه جای الکترونش n به علاوه 2 گذاشته بشه میشه p من های n، نوشتن منو میبینن شب دمت کرد، میشه p من های n منفی 2
مساوی منفی 2 که قربونت بشم منفی 2 رو ببرم اون طرف میشه مثبت 2 با منفی 2 ساده میشه، یعنی پی منهای انمون میشده 0. حالا رفقا باز رسیدیم به دو تا رابطه خوب بین پروتون نوترون، یکی ان به علاوه پی که 32 بوده، یکی پی ام ان های ان که بوده 0. دو مرتبه آقا جون، دختر جون، پسر جون، اگه این دو تا رابطه رو جمع کنیم منفی ان و ان مون ساده میشه، دو تا پروتونمون میشه 32 به علاوه 0، یعنی در واقع 32، یعنی در واقع پروتونامون میشده 16 تا. یاد میگیریم جدول و گوگرده که عدد اتمی 16. پس این دوتا مسیر من و تو رو رسون به دوتا عنصر، یکی سیلسیوم یکی گوگرد. آقای مهدوی، خب اگه این پروتون ها 16 تاست، عدد جرمی یارو هم بوده 32، پس 16 تا هم نوترون داشته، پس جواب گزینه 2. یه سری ها میگم بزنین گزینه 2، 16 تا نوترون. آقای مهدوی، این پروتون ها شد 14 تا، عدد جرمی یارو 32 بوده، پس 14 به علاوه نوترون هاش میشده 32، پس نوترون هاش 18 تا بوده. آقای مهدوی بزنیم گزینه 3. میخوام اینو بهتون بگم بچه‌ها، این که میگم به دوتا مسیر فکر کنید، منظورم این نیست که یکی از این مسیرها یه جواب دری بری میده، مثلا پروتون 2.5 بگید آقا پروتون که نمیتونه نصفه باشه پس اون مسیر غلطه ها. تو این سوالا سوادای دیگه شیمی شما رو میسنجن. تو همین فصله که دهم یاد میگیریم رفقای گل من، کیون پایدار رفقا گوگرده که با نماد S که 2 منفیه، و یاد میگیریم که سیلسیوم اصلا یون پایدار نداره. پس اگر این مسیر میگه سیلسیوم، بعد خود سوال گفته این یه یون پایدار بوده، حالا اینو یاد میگیریم که اصلا یون پایدار چیه چی نیستا. میخوام بهتون بگم که آقا به تهش رسیدیم، هیچ کدوم غلط ظاهری نداشتن. این میگه پروتونا 16 تا، پس 16 تا نوترون گزینه 2. این مسیر میگه پروتونا 14 تا، پس عدد جرمی 32، 18 تا نوترون گزینه 3. میخوام بهتون بگم که این دو تا مسیر لزوما غلطای در واقع دریوری عددی به شما نمیدن. تو این سوالات طراح نومرد میاد سوادای دیگه شیمی ما رو میسنجه. واسه همین من از شما انتظار نداشتم گزینه درست رو بگید، من گفتم به پروتونا برسید حله. که حالا تاکید میکنم یون ها رو که با هم یاد بگیریم رفقا، گوگرد شما یون پایدار 2 منفی داره، اصلا میخونیم پایدار شدن یعنی چی، و میخونیم که اصلا سیلسیوم یون پایداری تو شیمی نداره، و از این جهت در واقع این مسیر مسیر درست ما بوده. چون طرف تاکید کرده این یون پایدار بوده، پس میگیم آهان گوگرده که یون پایدار 2 منفی داره، و پروتوناش که 16 تا باشه، پس اگه پروتوناش 16 تاست ای والله نوتروناش هم میشه 16 تا، یعنی گزینه 2 رو انتخاب میکنیم. بچه‌ها به جز قسمت بنفش رنگ که توضیح دادم پایدار یون پایدار نداشتن سیلسیوم، و یون پایدار گوگرد که یون 2 منفیه، دقیقا همون چیزی که تو سوال مطرح شده، پس این مسیر درست بوده که گفتم اینو جلوتر با هم یاد میگیریم وقتی اونها رو بخونیم، از بقیه حل سوال ایرادی نداریم، از اینکه چرا اصلا مجبور شدیم دو مسیر رو بنویسیم، رابطه هایی که نوشتیم، از اینا ایرادی ندارین. اگه متوجه شدین همه تو چت کلاس اعلام کنید که متوجه شدیم، سوالی هم هست در واقع بپرسین. جایی که متوجه نشدین رو بپرسین تو واتساپ هم که حالا واسه تکلیفتون یا هر تمرینی هر آزمونی میدین یه موقع سوالی دارین، بگید آقای مهدوی مثلا ما اینجا رو متوجه نشدیم. وقتی مشخصا میگید که کجا رو متوجه نشدین، اون موقع توضیح من خیلی مشخص‌تر کمکتون میکنه که پاسخ بگیریم، وگرنه شاید چیزایی رو من توضیح بدم که شما متوجه شده بودین. خب شب سوالاتمون رو بگو. یعنی اول کدوم مسیر رو ببریم جلو، این که خب فرقی نداره. بعد یه سوال دیگه هم گفتی کی پرسیده بود؟ حاتمی گفته بود، سوالش رو یادمه، حاتمی گفته بود آقا مهدوی ما کجا بدونیم کیو بر حسب کی بنویسیم؟ بچه این کاملا اختیاریه، یعنی شما میتونستید اینجا بنویسید چه میدونم نوترون مساوی 2 به علاوه الکترون، بعد میومدید تو این رابطه جای نوترونش میذاشتید چه میدونم 2 به علاوه الکترون، یعنی این کاملا دل بخواه شماست کیو بر حسب کی بنویسید. مهم اینه که به یه دستگاهی نهایتا برسید، دو معادله دو مجهول براش حل بکنید، یعنی این کاملا انتخابش دست شماست که کیو. من اینجا اومدم همیشه میومدم این رابطه رو یه ذره خوشگلش میکردم، این بار اومدم اختلاف نوترون الکترون رو بر حسب هم نوشتم، یعنی اینو بر حسب این نوشتم که بگم ما همیشه پی و ایو نمیم بر حسب هم، کاملا اختیاریه دست خودتونه. دیگه چی شواب؟ سوال دیگه. هلیا میگه من نفهمدم چطوری دو پی رو به دست آوردیم.
خب ببین بابا، تو هر دو تا مسیر من رسیدم به دو معادله دو مجهول. الان ببین تو ریاضی خوندیم یا حالا بهترش و کاملترش رو میخونید. شما وقتی میخواید اینو حل بکنید، اگه این دو تا رو با هم دیگه جمع کنید، قربونتون بشم منفی n و n تون ساده میشه دیگه. چون اینا رو جمع بزنی، سمت چپ رو با هم جمع میزنیم، n و منفی n میره، p و p میمونه که جمعش میشده بابا 2p. منفی 4 تون هم با 32 جمع میکنید، جمعش یعنی سمت راست عددا با هم، سمت چپ هم نمادایی که داریم انگار با هم جمع میکنیم، 2 پیمون میشه 28، پروتونمون 14. یا اینجا هم باز همین جور پی من های ان مون شده 0. این یه رابطه، ان به علاوه پی مون هم 32. دوباره بابا جون اینا رو اگه با هم جمع کنیم 32 0 که میشه 32، ان تون با منفی ان هوتوتو ساده میشه، پروتون و پروتون یعنی 2 پی تون میمونه. یعنی این در واقع دستگاهیه که ما حل کردیم. شباب سوال دیگه؟ ببین خب مسیر حلمون اینه دیگه. حالا امکان داره که تو محاسباتتون تو بچه ها یه منفی مثبت و اشتباه بذارید، کلن مسیر خیلی اینا دقت میخواد. سوالای در واقع ذرات بنیادی سوالای سختی نیست، ولی خب واقعا دقت رو حتما همراهتون باید داشته باشید. با سوال دیگه شما مهدی استاد، با هر دو راه حل پیش بریم جواب یکی میشه؟ نه خب اینجا که جواب یکی نشد، یکی رسید به پروتونش. اگه یکی بشه که یعنی یه اتم بوده، یعنی اصلا همچین چیزی معنی نمیده که. اینجا یکی جوابمون شد پروتونا 14 تا یکی 16. اگه اشتباه نگم اسمش رو سلوا، خب حالا من اول بار شما نگم اسمش رو میگه توی سوال گفته تعداد نوترون محاسبه کنه، اما شما اول پروتون رو محاسبه. آخه ببین دختر گلم، من گفتم که شما پروتون رو حساب بکنید که بتونم بهتون بگم آقا این گوگرد این سیلسیوم. وگرنه اگه من میخواستم شما به نوترونش برسی، خب میتونستم بگم نوترون رو به من بگید. ما این که کدوم مسیر درست بود و دختر گل بر حسب این که پروتوناش چند تا یعنی اتمش چیه باید تشخیص میدادیم. واسه همینم من گفتم شما به پروتوناش بتونید برسید یعنی این سوالو حل کردید. چون این تیکه که کدوم اینا گوگرد و سیلسیوم کدوم با عدد اتمی 16 ما یون پایدار دو منفی داریم یا عدد اتمی 14، چیزی نیست که هنوز ما خونده باشیم. واسه همین شما به پروتوناش میرسیدید یعنی درس امروز رو یاد گرفتید. سوال دیگه نیست شما؟ روکسانا، نه توضیح دادم دیگه، گفتم کاملا انتخاب خودتونه که کیو بر حسب کی بنویسید. نه ببین کلا من گفتم اختلاف نوترون الکترون توی یونای منفی مثبت و اتم کم میشه نمنهایی. اختلاف نوترون الکترون اگر قدر مطلق بار یون منفیتون بیشتر باشه نمیخواد به ای منهای ان افکت کنید، ولی جایی که اختلاف نوترون الکترون که دوه از قدر مطلق بار یونتون که اینجا مثلا دوه بیشتر نیست، حالا یه موقع ممکنه این اختلافه باشه یک، یعنی حتی ممکنه اختلاف نوترون الکترون تو ترمینای این هفته تون دارید کمتر باشه از اون قدر مطلق بار، اینجاها واقعا مجبوریم به دو مسیر فکر کنیم. فقط اینجوری تو ذهنت باشه، اگه اختلاف نوترون الکترون بیشتر از قدر مطلق بار یونت بود، بگو خدای شکرت، چون فقط مثل اتم ها و کاتیون ها ان ام ان های ای مسیر حلمونه. جرم نسبی، جرم واقعی جلوتر میگم خیالتون راحت. فقط در این حد بدونید که پروتون نوترون سنگین تر از الکترونه، واسه همین میگن الکترون تو خیلی سواکی، انگار جرمت صفره نسبت به نوترون پروتونی که جرمشون انگار یکه. ولی عرض کردم رفقا این جرم نسبی الکترون صفر پروتون نوترون یک جرم نسبیه، جلوتر در مورد جرم واقعی همه اینا صحبت میکنیم، داریم تو درسمون. خب بریم جلوتر بچه ها، بریم صفحه بعدی، بریم تمرین بعدیمون. سوال بعدیمون گفته تعداد نوترون ها و همینجور تعداد الکترون های این دوتا با همدیگه برابره، عدد جرمی چقدره واسه بی؟ اولا ببینید بچه، خواسته سوال رو معلوم کنید. عدد جرمی بی یعنی چی؟ یعنی تهش اگه من و تو نوترون پروتونای بی و جمعش رو بدونیم عالیه، یعنی تمام تلاشمون رو باید بکنیم که از اطلاعات سوال نهایتاً به نوترونا و پروتونای بی بتونیم جمعشون رو بدونیم چقدره. حالا چه اطلاعاتی به ما داده؟ در مورد یون آ چی گفته؟ آ رو عدد جرمیش رو داده 54. پس من میگم خب خیلی عالی، اون چیزی که خیلی واضح تو این سوال معرفی شده اینه که نوترونای آ به علاوه پروتونای آ میشده 54. خب برف من گوش بده، از یه جایی ببش ریش و قیچی دست توه آ. از طرف دیگه پس این رابطه نوترون پروتون آ بوده که 54. این یه اطلاعاتی که داده. بعد در مورد اینا چی گفته؟ گفته یون آ سه مثبته، پس من میگم ای والله پروتونای آ منهای الکترونای آ، پروتونای در واقع آ سه مثبت
منهای الکترون‌های آیس مثبت برابر بوده با باری که داریم، یعنی مثبت 3. اینم یه ببین هر چی اطلاعات می‌بینی رابطه ریاضیش کن، از دل اینا باید ببینی انو پی بیو میتونی جمعش رو بگی چقدر یا نه. در مورد یون بی مثبت هم فقط یه مثبت بودنش معلومه، یعنی باز مثبت بار یه مثبت پروتون منهای الکترون میشه بار، یعنی پروتون‌های بی مثبت منهای الکترون های بی مثبت رو هم به ما داده مثبت 1. بچه ها این یه رابطه مجدد. اطلاعاتی که به من داده دیگه چی بوده؟ گفته نوترون ها و الکترون ها این دوتا برابر بوده، پس من میتونم بگم نوترون های آ و نوترون های بی با هم برابر بوده. اینم باز یه اطلاعات دیگه که خودش داده. و از طرف دیگه میگه آقا الکترون های اینا هم برابر بوده، یعنی رفقای گل من الکترون های آس مثبت مساوی بوده با الکترون های بی مثبتتون. حالا شما رفقا باید چیکار بکنید؟ باید بیاید جمع نوترون و پروتون بی رو حساب کنید واسه طرف. چیزی که من به نظرم میاد اینه که خب مگه من جمع نوترون و پروتون آ رو ندارم؟ اگه الان به من گفته نوترون های آ و نوترون های بی برابره، پس من این نتیجه گیری خوب میکنم، میگم آقا جای نوترون های بی اشتباه، من بنویسم نوترون های آ. جواب منو بدید لطفا. میگم آقا خودت گفته بودی آقا نوترون های این دوتا برابره، پس اشتباهه من بگم نوترون بیو اصلا خط بزنم بنویسم نوترون آ. نه، شروع کنید تلاش کنید از اون رابطه ریاضی ها که من هرچی تو سوال بود رابطهش رو نوشتم، ببینم میتونید پروتون های بیو بر حسب پروتون های آ بنویسید. مثلا بنویسید پروتون های بی میشه پروتونای آ به علاوه یه چیزی، یا پروتونای آ منهای یه چیزی. میدونید چه امتیازی داره این کار؟ اگه شما پروتون بیو برداری، یعنی معادلش ببینی پروتون آ به علاوه یا منهای چه عددی، اون موقع رابطه‌ای که هیچیشو نداشتی، جای نوترون بیش که گذاشتی نوترون آ، جای پروتون بی هم میخوام تلاش کنی بر حسب پروتونای آ بنویسی چه رابطه بین پروتونای آ و بی وجود داشته، اون موقع ان آ به علاوه پی آ منها یا به علاوه یه عددی و ازت خواسته انگار طراح. خب ان آ به علاوه پی آ رو که داری 54 منها یا به علاوه اون عدده میکنی، میبینین جوابش چقدر. خواسته من از شما اینه تلاش کنید از اون رابطه ها شدنیه، سوال خوشگلیه ولی شدنیه، از اون رابطه ها ببینم میتونید استفاده کنید پروتون بیو بر حسب پروتون آ بنویسید. اگه کسی نهایتا این کار انجام داد، ان آ به علاوه پی آ منهای یه چیزی یا به علاوه یه چیزی که انگار همون ان بی به علاوه پی بوده رو جوابش رو حساب کرد، عدد جرمی رو، فقط یک کلام عدد جرمیه جواب سوال رو تو چت واسه ما اعلام کنید. یعنی الان باید تلاش بکنید که بچه‌ها شب یه 40 ثانیه هم بهشون وقت بده، تلاش بکنید که یه جوری از اون رابطه های سمت راست پروتون آ و پروتون بی و یه جوری ارتباط بینشون برقرار کنید. بسم الله بدوین. خب ببینم رفقای گل من چه کردین؟ خیلی خوب بوده، آفرین. بیاید اینجا یه دقیقه سر بالا. بچه ها مگه پروتون های آ منهای الکترون های آ نمیشده 3؟ پس با اجازه شما اجازه بدید من بگم که آقا الکترون های آیس مثبت انگار بوده پروتون های آ منهای 3. یه الکترون رو بردم اون طرف، 3 رو بردم میبر، کار دیگه نکردم. تو این رابطه هم دقیقا همینجور، الکترون رو میبرم اون طرف، 1 رو میارم این طرف، میگم پر پروتون های بی منهای 1 انگار بوده الکترون های بی مثبتمون. حالا بچه ها الکترون های بی مثبت مگه معادلش نبود پروتون های بی منهای 1؟ یک رو آوردم این بعد منفی الکترون بی رو بردم اون طرف، پس جای الکترون های بی مثبت می نویسم پروتون بی منهای 1. بعد از طرف دیگه قربونت بشم رفیق گل من، حاج خانم، حاج آقا، مگه نبوده الکترون های آس مثبت شما می شده پروتون های آمن های 3؟ یه الکترون بردیم اون طرف، 3 رو آوردیم این طرف، پروتون های آمن های 3 بوده الکترون های آس مثبت. اینجا هم جای الکترون های آس مثبت معادلش رو می نویسم، یعنی پروتون آمن های 3. اینجا هم پروتون آمن های 3 شعب چی شد؟ پروتون های آمن های 3 که می شده الکترون های آس مثبت مساویه با پروتونای بی منهای 1، در واقع همون الکترونای بی مثبت. رابطه برابری الکترونای این دو تا ایون خودش گفته بود، من الکترون و جاش یه چیزی معادل پروتون نوشتم. الان هنر من این بود تونستم رابطه پروتونا رو با هم تعیین کنم. رفقای گل من با اجازه شما منفی 1 رو میارم سمت چپ تو این رابطه که میشه مثبت 1 با منفی 3 جمع شه میشه منهای 2، پس پروتونای آ منهای 2 بوده پروتون بی.
قصت چی بود؟ دوست داشتی پروتون بیا بر حسب پروتون آ بنویسی، بفرما. می‌نویسی پروتونای آ منهای دو. پس نوترونای آ به علاوه پروتونای آ منهای دو. شما جواب سوال منید. چرا آقای مهدوی؟ چون من نوترون پروتون بیو می‌خواستم. خودش اجازه داده بود نوترونا رو یکی بگیرم، جای این گذاشتم نوترون آ. تلاش کردم برابری الکترون‌های این دو تا یونو رابطه بین پروتون‌ها رو ازش نتیجه گیری کردم که بتونم قربونت بشم رابطه پروتون‌ها رو در بیارم. حالا با خیال راحت پروتون بی ندارم، فدا سرم. معادلش که پروتون آمنهای دو رو می‌ذارم. حالا شما به من بگید این دو تا نبودن ولی معادلاشو داریم چه شکلی؟ مگه ان آ به علاوه پی آمنهای دو رو نخواسته؟ خب قربونت بشم دختر گل، پسر گل، رفیق، ان آ به علاوه پی آ 54. حالا کافیه فقط بگیم ان آ به علاوه پی آمنهای دو چنده؟ ان آ به علاوه پی آ 54. خودش گفته بود عدد جرمی آ 54 یه منهای دو کنیم 52. خیلی خوب بودا رفیق. رابطه بین پروتون الکترون رو از رو بار نوشتم. خودش گفته بود الکترون های یونا برابره. گفتم آقا پس الکترون رو بذار بر اسم پروتون بنویسم، چون من دنبال این بودم که ارتباطی بین پروتون های اینا برقرار کنم، یعنی پروتون بیو بر حسب آ بتونم پروتون های آ بنویسم. تساوی بین الکترون ها رو، رابطه بین در واقع پروتون ها رو ازش در آوردم، رابطه بین پروتون ها شد پروتون های آمن های دو مساوی پروتون بی، جای این گذاشتم آمن های دو. چه همه اینا 54 نبود، خودش گفته بود عدد جرمی ها 54، دو تا کم کردم شد 52. بچه شاید حالا اگر سوالی و حالا این سوال یا هر سوال دیگه یا مشخصا یه جاش و ایراد داشته باشین نتونید تو فضای چت کلاس بگید، نگران نباشین، در واقع از همون فضای واتساپ میتونید اگر سوالی رو قسمتی شما متوجه نشدید رفع اشکالش رو انجام بدیم، خیالتون 100% راحت. بریم جلوتر بچه. تقریبا فکر میکنم بذارید دقیقه چک کنم، بله آخرین تمرین کلاس امروزمون به همین سرعت دو زنگ اولمون هفته اولمون به اتمام رسید. تکلیفتونم که عرض کردم از مبحث هر هفته، حالا از هفته بعد تیتر از کتاب تست اعلام میکنم ولی واسه این هفته تو پنلتون فایل میفرستیم. میگه در هر مورد به خواسته سوال پاسخ بدید. ببینید بچه ها خواهش میکنم ازتون یه چیز در مورد ذرات بنیادی یا ذرات زیر اتمی تو ذهنتون باشه. ذرات زیر اتمی یعنی الکترون، پروتون، نوترون. اما طراح یه وقتایی مرض داره، میگه ذرات زیر اتمی در ادامهش پسوندی میذاره باردار، این به شما میگه آقا الکترون و پروتون رو بشمار چون نوترون خونسای. یه وقتی به شما میگه ذرات زیر اتمی درون هسته‌ای، یعنی اونایی که تو هسته شما قرار دارن، رفقا الکترون که بیرون هسته است، پس کثافت اینجاها میخواد نوترون پروتون رو من و تو بشماریم. یعنی تو شمردن ذرات بنیادی یا ذرات زیر اتمی به این پسونده دقت کنید. یه موقع میگه ذرات زیر اتمی مثلا با جرم تقریبا یکسان، خب این الکترون که خیلی سبکه، اون پروتون نوترونه که جرمشون تقریبا یکسانه. پس تو سوالا حواستون باشه. مثلا الان مورد اولی که خودم میخوام حل کنم میگه تو این ساختار ذرات زیر اتمی باردارش، یعنی شما الکترون و پروتون و نوترون رو بشمار ولی به یارو نگو جمع الکترون پروتون نوترون چقدره، جمع الکترون پروتون که ذرهای باردار مثبت حالا یا منفی ان رو به یارو گزارش کن. پس خواهشن این نکته تو ذهنتون باشه، ذرات بنیادی یعنی الکترون پروتون نوترون یا ذرات زیر اتمی، چی پسوندشه معلوم میکنه چیا رو طراح میپرسه. بیایید حواسا لطفاً اینجا باشه، من همه چی رو میشمرم، از تو همین انتظار رو دارم همه چی رو بشمری ولی تهش به من، حالا تو موردهای دیگه اولیشو که خودم حل میکنم، اون چیزی که سوال پرسیده رو بگی. بچه‌ها الان اینو گذاشتن جلوی ما سی ان او یه منفی، بهمون گفتن کربن عدد اتمی 6 جرمیش 13، نوترون 7 عدد جرمیش، نیتروژن عدد جرمیش 7 عدد اتمیش 7 عدد جرمیش 14، اکسیژن هم گفتن عدد اتمیشو بگی 8، فرض کن عدد جرمیش 17. بچه ها واسه شمردن پروتون ها، من تو این ماده یه دونه کربن دارم که اون کربن عدد اتمی 6ه، یعنی اون یه دونه کربن من 6 تا پروتون داره. پس میگم آقا یه دونه کربن دارم که 6 تا پروتون داره. دیگه چی داره؟ عزیز دلم یه نیتروژن دارم تو فرمول مادم که عدد اتمیش 7ه، پس یه دونه اتمی دارم با 7 تا پروتون. دوباره چی دارم بابا؟ یه دونه هم اکسیژن تو فرمول ماده داریم که عدد اتمی اکسیژن رو میگه 8، یعنی یه دونه اتمی دارم با 8 تا پروتون. جمع اینا 13 و 8 21. سوال من از شما اینه، آیا واسه این که پروتوناشو بشمارم مهم بود که این ساختار بار منفی مثبت داره یا خنثیه؟ نسبت به این موضوع فکر کن، یعنی آیا مهمه که این چی بوده با چه باری؟ به هیچ عنوان. بچه‌ها بار منفی مثبت که ایجاد میشه روی اتم یا روی مجموعه چند تا اتم،
تو اینا رفقای گل من الکتروناکم زیاد شده، نه پروتون نوترونا، یعنی این بارش 100 منفی 1000 مثبت، هر چی باشه اصلا خونسا باشه تو شمردن پروتوناش، به این فکر میکنم که یه دونه مثلا کربن دارم با 6 تا پروتون، یه دونه یعنی به تعدادی که از هر کی دارم، من که هر کدوم از اون اتما چند تا پروتون دارم. آقای مهدوی الکترون چجوری بشماریم؟ الکترون نشمارید قربونتون بشم، الکترون رو نشمارید. چرا بابا میگم نشمار؟ چون شمردی پروتون و الکترون هم شمردی. یارو 21 پروتون داشته عزیز من، بابا جون یارو مگه یون منفی نبوده؟ بچه ها باره منفی، باره یه منفی هم داره دیگه، دو سه منفی اینا نه، یه منفی. آقا یعنی الکترون هامون که باره منفی دارن یه دونه پروتون ها بیشترن. پس شما وقتی پروتون رو میشمارید به راحتی میتونید به تعداد الکترون هم برسید. ببینید اگه این ساختار خونسا بود رفقای گل من، میگفتید پروتون هاش 21، یعنی اگه CNO بود مثلا دمش کم 21 هم الکترون. حالا عزیزم یه بار منفی داره، کاری داره بگم یعنی الکترون‌هاش یه دونه بیشترن؟ یا اصلا بابا جون مگه من و تو رابطه یاد نگرفتیم پروتون منهای الکترون میشده بار؟ پس بابا این که پروتوناشو شمردی 21، این منهای الکتروناش شده منفی 1، به خدا الکترون دیگه شمردن نداره، میشده 22 تا الکترون. واسه نوترون چی کار کنیم؟ نوترون رو نگاه میکنیم به این که هر کدوم از اون اتم‌ها چند تا نوترون دارن. یادت نره اختلاف عدد جرمی عدد اتمی نوترونه. پس 13 منهای 6 خود این کربن تو 7 تا نوترون داشته، 14 منهای 7 7 تا نوترون دارید، 17 منهای 8 9 تا نوترون. حالا کربن من 7 تا نوترون داشته، پس من یه دونه نوترونا رو دارم میشمارم، نوترون و پروتون قشنگ شمرده شه. یه دونه کربن دارم با 7 تا نوترون، یه دونه نیتروژن دارم باز با 7 تا نوترون، اکسیژن هم که 17 منهای 8 میشه 9 تا نوترون، منم یه دونه ازش تو فرمول دارم، یه دونه هم اکسیژن 9 نوترونه، که جمع اینا 7 تا 7 14 14 و 9 23 تا نوترون داشته. فقط سوتی ندی. چیو پرسیده رفیق گل من؟ پرسیده چیو حساب کنیم؟ ذرات زیر اتمی باردار، نوترون که خنثیه، جمع الکترون پروتون ها رو خواسته، 21 پروتون 22 تا الکترون میشده 43. بچه‌ها پروتون که عدد اتمیه، به این فکر میکنیم از کربن یه دونه، یعنی 10 تا کربن داشته، می‌نوشتم 10 تا اتمی که 6 تا پروتون داره، پروتون رو از رو عدد اتمی و اینکه از هر کدوم چند تا تو فرمولتون میشمارید، واسه شمردن الکترون تویی که پروتون رو شمردی پی منهایی میشه بارت، پس به راحتی الکترون‌های ساختار معلوم میشه. نوترون‌ها هم اول واسه هر کدوم از اتما عدد جرمی منهای عدد اتمی می‌گیریم، نوترون‌های هر کیو میشماریم. حالا باز به این فکر می‌کنیم از هر کدوم چند تا داریم. یه اسکرین شات بده از این بچه‌ها، دو نمونه از اینو میخوام خودتون حل کنید با دقت، میخوام کیف کنم، میخوام چت کلاسو که میارم بالا همه یه جوابونم جواب درست. یه چند ثانیه رو این وقت بدید به بچه‌ها. بیا پیش من، بیا پیش من، نوبت توه. نوترون، حالا بذار به همون ترتیبی که بهت گفتم، پروتون، الکترون، نوترونشو بشمار قشنگ حرفه‌ای، فقط تهش تو چت درون هسته یاش، یعنی جمع نوترون پروتونا رو به من بگو. شهاب بیاید اینجا، بیاید اینجا. پروتوناش قربونت بشم، کربن یه دونه تو فرمول مادهمون بوده با 6 تا پروتون، از طرف دیگه اکسیژن عدد اتمیش 8 تا 8 تا پروتون داره، قربونتون بشم دو تا ما که اکسیژن داشتیم، پس دو تا اتم 8 پروتونه داریم، این میشه 16 و 6 22 تا پروتون. ساختار شما بار نداره دیگه آقا، تعارف که نداره، بارداش منفی مثبت میذاش بالای فرمول ماده، ساختارتون خنسا بوده. آخ جونم، پس پروتون الکترونش برابر، الکترون نمیشماریم، به راحتی میگیم چون خنسای 22 تا الکترون داره بار نداره دیگه، مثلا اون منفی مثبت بالا سرش نذاشته که. نوتروناش هر کدوم از این اتم‌ها رو اول تعیین می‌کنیم چند تا نوترون داره. رفیق 12 منهای 6 6 تا نوترون کربنت داره، 18 منهای 8 10 تا نوترون اکسیژن داره. پس رفقای گل من، این اتمی که پیش روی شما بوده، اون یه دونه کربنش که 6 تا نوترون داشته، 2 تا اکسیژن داشته که یکی 10 تا نوترون داشتن، 20 به علاوه 6 26 تا نوترون داشتید. چی پرسیده بود ازمون؟ ذرات درون هسته نوترون و پروتون 22 و 26. باری کلا به قریب به اتفاق کلاس ما شب 48 تا. آفرین آفرین.
ولی بازم تک و توک جواب دیگه داشتیم. من دوست دارم تو سوال بعدی هممون جواب درست رو پیدا بکنیم. پس یه چند ثانیه وقت بدید روی این، بعد بریم تمرین آخر کلاس امروز. بچه ها با دقت ها، تمرین آخر آباد و این. سوال بعدی میگه ذرات زیر اتمی با جرم تقریبا یکسان، یعنی تهش به یارو باز نوترون پروتون ها رو تد. این یه ذره دقت میخواد سوالش ها. من گفتم انتظار دارم همه به جواب درست برسن، ولی یه ذره ریسکیه چون یه ذره دقت زیادی میخواد. شروع کنید قشنگ همه چی رو بشمرید، ساختارتونم یه مثبت، یعنی تو تعداد الکترون قطعا حواس جمع باشید. شروع کنید همه چی رو بشمرید، ذرات با جرم تقریبا یکسان نوترون پروتونه. 30 ثانیه وقت، جمع نوترون پروتونایی که کلا تو این ماده وجود داره رو به من بگید. بیا پیش من. پروتوناش سه تا هیدروژن داره. خب هر هیدروژنت یه پروتون داره، عدد اتمیشه که دیگه. پس سه تا هیدروژن تو فرمولته، هر کدوم یه پروتون. اکسیژنت هم 8 تا پروتون داره، یه دونه داری، یه دونه 8 پروتونه. آقا بارش مثبت به درک، الکتروناش کم و زیاد شده، مثبت منفی میشه، ربط به پروتون نداره. 3 و 8 11 تا پروتون. الان الکترون رو قرار شد نشماریم، چون پی ام ان های ای قرار شد به این فکر کنیم که پی ام ان های ای میشه بارمون. خب هورمونت بشم تویی که پروتون ها رو شمردی 11 تا، من های الکتروناش میشده مساوی بار. باری که عزیز خودش داره میگه مثبت 1، پس الکتروناش بوده 10 تا. نوتروناش آخ 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 آخ، یک من های 1، اخ 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 اخ، اصلا نوترون نداشته این اتم هیدروژن. عدد جرمی من های عدد اتمی نوترونه. 16 من های 8، اینم نوترونش میشده 8 تا. پس اون سه تا هیدروژنت 0 تا نوترون داشتن، چون عدد جرمی و عدد اتمی شکی، یعنی اصلا یارو نوترون نداشته. و اون یه دونه اکسیژنت هم که خب 8 تا نوترون داشته، کلن ساختار توی ساختاری بوده با 8 تا نوترون. چی پرسیده بود بابا جون؟ خیلی عالی جواب دادین. چی پرسیده بود؟ نوترون پروتون ذرات با جرم یکسان، 8 به علاوه 11 19 تا مجموع ذرات با جرم تقریبا یکسانش بوده. این حواست باشه بابا، یک منهای یکی نوترون نداشته، واسه همین نوشتم 3 تا 0 تا. خیلی عالی. خب رفقای گل، کلاس اولمون، هفته اول کلاسمون به اتمام رسید. من ازتون میخوام که با توجه به اینکه جلسه اول کلاس بوده، لطف کنید همتون نظرتون رو در مورد کلاس امروز بگین. متوجه مطلب شدید؟ درس رو چقدر خوب یاد گرفتید؟ ریتم کلاس رو چجور دیدید؟ به صورت کامل از تک تکتون دوست دارم نظرتون رو بشنوم، کاملا صادقانه. اگه بد بود آقا بگو بد بود. هر نظری در مورد کلاس امروز داشتین، چون واسه من نظر شما مهمه. هفته اول کلاس مطمئناً در واقع نظر شما میتونه کمک کنه به بهتر بودن کلاسمون. نظرتون رو به من بگین. نامه 10 صفحه‌ای هم نمیخوایم، تو یه جمله احساستون رو از کلاس امروز بگین. خب پس ببینیم بعد و بیراهاشون چی بودشا. خب زینب چای کریم شما خستنم، خدای دمتون گرم، خدای شما خیلی عالید. من دهم بودم، یعنی دوم دبیرستان بودم، یه قلقل بازی میکردم. هلیا دمت گرم. حامد چاکریم داداش، علی جون چاکریم، هیوا مخلص، زنده باشید، شما عالی گوش میدین. روجینا چاکریم، قربون شما. خانم آقای الماسی مخلص، چیزی جا نمونه شب بچه مردم چت کرده ناراحت میشه. پارسا چاکرتیم فدات شم. ساحل زنده باشی. دانیال عزیزی، آنیتا مخلصیم. آقا گفتیم هر چی هست بگین، آقا بعد ویران بگیم، ما اینجا آزادی بیان دارید، پس از بیان هم آزادی دارید، خیالتون را. آنیتا، زهرا، علی، رکسانا، شما خیلی خدای گلین، جدی بهتون میگم. من هم سن شما بودم یه قلقل بازی میکردم دوم نویرستان که بودم. روژین، حسین، علی، زهرا، خانمی آقای کاربر، مهرازین، فدات شم، چاکریم، تناز، زنده باشی، وانیا، روژینا، دیبا، پارسا، رامان، سینا، خیلی تون درس میدم، چاکرتم داداش، حواسم رو جمع میکنم. خانم یا آقای آره تمرین که اصلا میتره کنیم. ابوالفضل، پارمیدا، شیرین، زهرا، نرمین، امیر عباس، امولبنین، امیر عباس، سپر، مهدیس، ممرزا، سمیه، آریاناز، پارمیس، شما کنکوریا سلام میدونید بیای. خب هیچ. خب عرض به حضور گلتون که فرات همسایی، خیلی مراقب خودتون باشید، مراقب سلامتی خودتون باشید، حواستون به دور و بریاتون، خانوادتون، پدر مادر، خواهر برادراتون هم باشه. به امید خدا هفته آینده بحثمون رو در ادامه جزوه می‌بریم جلو، جزوه رو حتما پرینتشو بگیرین. زنده باشیم، هفته بعد می‌بینیمتون، چاکریم. فقط یه موضوعی، یه موضوعی، شماره واتساپ که واسه رفع اشکال گفتیم، شهاب جان دوباره بزن واسه اینکه بچه‌ها ببینن. 0902 شهاب حفظ کردی؟
ما اصلا شما ما رو دوست ندارید، شما رو رفس میکنه. 0902-63-43-725 فقط از طریق اینستاگرام 725-63-43-725 از طریق اینستاگرام هم من متن کتاب درسی رو سوال در واقع شروع کردیم با بچه ها از یکی دو هفته قبل استوری گذاشتن متن کتاب درسی، اتفاقا با کتاب دهم هم شروع کردیم، شماره صفحه‌ای هم که در واقع اون سوال رو مطرح کردیم نوشتیم. حالا میتونید تو اینترنت فایل مثلا اون صفحه رو ببینید یا نگاه به اون صفحه بندازید ببینید، چون جملات حفظی رو داریم بررسی میکنیم تو استوری یا اینستاگرام، میتونید خیلی خوب در واقع حداقل متن کتاب رو یه نگاه بندازید در حد چند دقیقه. اینستاگرام بنده هم که مخلص شما دکتر طه مهدوی، اگر دوست داشتین ما رو فالو کنید. کانال تلگرامم هم که اتفاقات فوق العاده خوبی توش میفته، جزوات مختلف، ویدیوهای مختلف، آزمونای آزمایشی و در واقع من سوالای خوبش رو بررسی میکنم. فکر میکنم امشب ویدیوهای مربوط به آزمون قلمچی روز جمعه رو بذارم، سوالات خوب شیمی 10 11 12 شو. مهدوی خط تیره کمیستری، مهدوی خط تیره کمیستری هم کانال تلگراممونه. خیلی مراقب خودتون باشید. یا علی، خداحافظتون. تاملند، مدرسه‌ای برای همه.